بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید و اوقات بهتری در انتظارتون هست. امروز چهارشنبه است، 11 اسفند ماه 1395 و 19 روز دیگه بیشتر به سال 1396 باقی نمونده. صفحه 36 کتاب 1001 مثال مسئله فارسی انگلیسی رو امروز براتون میخونم که نوشته از بیکاری مگس میپراند، درست مثل تلویزیونای ایرانی در خارج. از چاله در آمدن و به چاه افتادن، درست مثل جریان انقلاب ایران، مثل انتخاب آقای ترامپ در آمریکا. از خرس یک مو هم غنیمت است. توی شیراز میگفتن از خرس مکندن شتله، نمیدونم یعنی چی، من همینجوری یاد گرفته بودم. از خوشی در پوست خود نمیگنجید یا نمیگنجد. از درد لاعلاجی به گربه میگه خانباجی. این هم کتابی که خانم سیمین حبیبیان سالها پیش نوشته بودند و لطف کردن یک نسخه هم به ما دادن، یا یک جلد، کتاب میشه جلد، مجلد جلد. خب بگید ببینیم که سخنهای آقای ترامپ رو با این ترامپ مرامپ شنیدید یا نه. اولا بعد از 40 روز تمام قولهایی رو که داده بود که من توی یه ماه اول، یه روز اول، یه هفته اول درست میکنم، انجام نداده، همه جا رو ریخته و هم خراب کرده. مثل این میمونه که من به شما بگم که میام خونتون رو توی 30 روز درست میکنم و تنها کاری که میکنم بیام اونجا کلنگ بزنم در و دیوار رو خراب کنم. هر کی هم بهم گفت که چرا این کارو میکنی، میگم بابا اگه میخوام اینجا رو درست کنم باید اول خرابش کنم. فلسفه اینا اینه، برید بخونید فلسفه آقای الکساندر دوگن. یه جورایی مثل که لنین هم اینجوری فکر میکرده. من هیچ وقت کتاب مارکس و لنین و اینا رو نخوندم و این آقای استیو چی اسمش؟ بانن، این فلسفهش این هست. در هر صورت هیچ چیز جدیدی نگفت ایشون جز این که افسارش رو کشیدن، نوشته رو دیگران نوشتن، دادن به ایشون. حتی موقعی که با ماشین داشت از وایت هاوس میرفت به مجلس، 16 بلاکه داشت میخوند، مثل کنکور که میخوان درس امتحان پس بدی، داشت میخوند و تمرین میکرد و رفت و خوند از روی اینجا بهش میگن تلپرامتر، البته چون این دیگه دور نیست بهش میگن پرامتر، نزدیک پرامپت میکنه به تو که بخونی خداییش. خب بالاخره بعد از این همه جار و جنجال و حرفای بی خود زدن یکم درست صحبت کرد. اولش که اومد از همه تشکر کرد، اول از خانمش تشکر کرد، بعد از نمیدونم چیزایی اینا بماند، ولی تمام چیزایی که میگه با یک کلمه شما ازش میتونید سوال کنید پول این حرفایی رو که میزنی از کجا میخوای بیاری، ماجرا تموم میشه. این شخص شارلاتان، دروغگوه، کلاشه. و اما یادتونه توی ایامی که داشت سر صدا میکرد و برای به اصطلاح در دوران نامزدیش داشت برای انتخابات تلاش میکرد، میگفت که من بشم رئیس جمهور، وایت هاوس باید یه احترام خاصی داشته باشه، پرچم آمریکا یه احترام خاصی داشته باشه. من یک نمونه از احترام خاص اینها رو به شما نشون میدم، امیدوارم دیگه شما خودتون تا آخرش رو بخونید. احترام خاص آقای ترامپ و دوستانش این هست، خودتون ببینید. این خانومه که واقعا آدم وقتی از نزدیک میبینه دلش به اصطلاح حالش به هم میخوره، از اصلا خب آدم زشت و زیبا بودنه بدن و صورت و اینا خودش که دست خودش نیست، ولی خدا آدم میتونه یک کارایی بکنه که دیگه قیافش شنیتر و نمیدونم زشتر بشه و این خانم در اون قسمت مهارت کامل داره و
این کار رو انجام میده با آرایشی که موزون نیست، با هیکلش، با لباسش و الی آخر. این عکس، این ماه در آمریکا، یعنی دیروز تا دیروز 28 فوریه، ماهی بود که میگنش بلک مانت، یعنی برای افراد سیاه‌پوست و اینایی که از آفریقا حالا چه اول با بردگی آوردنشون چه بعدن و اینها، خلاصه این اونجا جمع شده بودن و صحبت میکرده این آقای ترامپ که یه عکسی هم بگیرن نشون بدن که بابا اینها سیاه ها هم دعوت میکنن. این خانمم دوزانو رفته نشسته روی مبل، بعد میگه من اصلا خبر نداشتم پاهام کجا هست. خب کسی که خبر نداره پاش کجا هست، احتمالا مغزش هم توی سوراخ دیگه هست، از اونم خبر نداره. و اما امروز در توییتر نوشته بودن که این عکس چی اسمش، کلین کانوی هست، بعد از این که، یعنی همین عکس که بهتون نشون میدم، این توییتر رو نگاه کنید، این بالا نوشته کلین کانوی after losing both her legs in the Bowling Green massacre. چون اینا دروغ گفتن، گفتن یه جایی یه کشتار عظیمی شده و اینها. حالا این کسی که اینو نوشته، آقای یا خانم، آقای آکاش پاوار، خیلی با شوخی جوک مناسب نوشته که ایشون دوتا پاشو توی اون چیز از دست داده، مثل ماجرای سوئد بود که ترامپ الکی به مردم گفت، بعد گفت من نمیدونم، من دیدم یه چیزی اینا دارن میگن توی فاکس نیوز و منم آمدم اون رو گفتم. یعنی امروز آقای آریانپور برای من یه ایمیلی فرستاد که نشون میداد آقای جورج بوش آمده در چند تا برنامه مختلف روزی شنبه گذشته صحبت کرده و خیلی ها الان میگن که ای کاش جورج بوش رو داشتیم. گفتم واقعا عجب ملیت بیچاره هستیم، عجب دنیای مسخره شده که مردم بعد از 38 سال توی ایران بگن ای کاش شاه بود. اینام اینجا بعد از این همه مکافات، بعد از 16 سال حالا از جورج بوش که گذشته و جنگ ها در دنیا و بدبختی ها و اینها، بگن که ای کاش جورج بوش رئیس جمهور اون بود. و اما اجازه بدید که بریم سراغ این نوشته ها و اینها که امروز خیلی هم زیاد چی داریم، ولی چون سوربی با مردم هست ممکنه بتونیم به اصطلاح از عهدهش بر بیاییم. یکی از دوستان ما گفت که یه چیزی نوشته بود، گفتم شما بیرون بودی از شهر، اینجا میگن out of town، برگشتی، نوشته من در فرودگاه هستم و دارم مزاحم دوستان میشم تا موقعی که هواپیما پرواز کنه و بعد بیام و برسم به اصطلاح شهر و دیار خودمون. درباره مسافرت، دیشب یه جایی بودم، یه دوست خیلی عزیز ما امروز میخواد بره ایران و من نگاه کردم، دست کردم تو کیفم، این کیف من پر از کردیت کارتای پلاستیکیه. یادم میاد چند سال پیش پسر من این کیف کوچولو رو برای من خرید که ما چیزها رو کم کنیم. ما هم چون دیدیم کوچولوه، به جای اینکه از این وری بذاریم چیا را از این وری گذاشتیم، anyway بماند. ما هم دست کردیم تو جیبمون، دیدیم توی کیفمون، دیدیم 200 خورده دلار پول داریم. 200 دلارش رو دادیم به اون دوستمون، گفتیم داری میری ایران، زحمت بکش این رو بده به افرادی که خودت مایلی، پول زیادی نیست ولی همون یه دلی رو خوشحال کنی، یه بچه ای رو خوشحال کنی، کلی ارزش داره. و شما هم اگر میتونید ایام عید ایرانی، من یادمه تو ایرانم، اولا تو ایران حسنی که داشت این بود که پول یا سکه به عنوان عیدی میدادن، شاید به چند دلیل، یکی این همه لباس و اسباب بازی و اینها نبود، دوم این که راحت بود دیگه، پول میدادی بچه یا اون هر کس که عیدی میگرفت هر چی دلش میخواست میخرید، نه که ما بریم یک کادوی براش بخریم که یا اون نخواد یا پدر و مادرش بگن بابا این دیوونه است، این رفته برای بچه مثلا تفنگ خریده، ما اصلا نمیخوایم تفنگ تو خانوادمون باشه، حالا تفنگ بازی ها. یادم میاد یه دوستی تو آلمان به من گفت که آقای سوربی هر وقت میخوای کادو بخری برای بچه ها یه کادو بخر که با باتری باشه، خیلی هم سر و صدا کنه.
گفتم چرا با باتری، چرا با سر صدا؟ گفت برای که شما یه پولی بار اول میدی، باتری هم معمولا باهاش میاد، ولی بعدا پدر و مادرش همین جوری هی باید براش باتری بخرن، زمنان سر صدای این همیشه اونا نگاه میکنن، میفهمن که این شما براش کادو آورد. در صورت ما به این دوستمون گفتیم که شما لطف کن و این رو، حالا نمیدونم والا تو ایران ممکنه اصلا 200 دلار دیگه این روزا چیزی نشه، در صورت این سهم ما بوده، حالا هر کسی به وسق و به توانایی خودش. و اما اجازه بدید بریم روی صفحه سوربی، صفحه شخصی خودم، و این به اصطلاح برنامه زنده رو با دوستان دیگه هم شیر کنم. ما نمیفهمیم، بالاخره این فیسبوک میخواد روی اون سیستم قدیمی نگه داره که فقط وسط کامپیوتر برنامه هست، دو طرفش سفیده که بهش میگفتن چقدر بود، 900 در 600 یا 1200 در 800 یا همچین چیزی، یا اینکه میخواد بذاره ادجستبل باشه که خود کامپیوترها، اگه شما از یک کامپیوتر کوچیک نگاه میکنید همه صفحه رو تو اون کوچولو نشون بده، اگه من از یک کامپیوتر بزرگ نگاه میکنم بزرگتر تو این یکی نشون بده. بذارید من اینو بیارم عقب‌تر، این دوربین فیسبوک ما هست که وضعمونم خیلی خوب نیست، باید یه دوربین بهتری داشته باشیم، ولی چه باید کرد. آقای فرهاد پارسی میخواست برای ما دوربین بخره که خودش به خودش میگفت ایشون کلاهبرداره و هیچ وقت هم به قولش عمل نکرد. و اما اینجا زیر این ویدیو دوستان، اینجا کلمه شعر رو میزنید، مال شما ممکنه انقدر آپشن یا انقدر گزینه نداشته باشه، ما چون صفحه خودمونه، دو سه تا صفحه دیگه هست و اینا اینجوریه، نمیدونم حقیقتش. من میزنم شیر و اینجا مینویسم روی صفحه‌ای که من منیجش میکنم چه صفحه‌ای هست، صفحه مردم تیوی، اینجا مینویسم سوربی با مردم، تاریخم امروز هست 1 مارچ 2017. این زیرم برای دوستانی که ممکنه تا امروز ندونن، بعد از 14 بعد از 13 سال تلویزیون مردم، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی در آمریکا، فکر کنم در تمام جهان باشه، این را هم می‌نویسیم mardomtv.com و یک کلمه این کلیک پست. تازه من داشتم برای شما توضیح می‌دادم چقدر طول کشید، 30 ثانیه طول نکشید. حالا بعضی ها میگن آقا ما پول نداریم کمک کنیم به تلویزیون مردم. بابا همت نداری، پول نداری، پولت تو سرت نمیدونم چی بخوره، یه شعر که میتونی بکنی بماند، نکردی هم نکردی، نه ما با شعر شما شاه میشیم نه بدون شعر شما گدا میشیم. ولی این ماجرا ما هرچی دوستان بهشون میگیم بابا این تلگرام تو رو به دینتون، به جدتون، به آبایتون، به خدایی که باور دارید، اینجوری چپ و راست هر آشغالی رو که دیدید و شنیدید و یه نفر براتون فرستاده برای دیگران نفرستید. ولی چه میشه کرد، گوش شنوایی وجود نداره. امروز صبح یه دوستی تماس گرفت و گفت که من چنین هستم و چنان بودیم و میخوایم با شما مصاحبه کنیم. گفتیم والا ما خودمون اینجا مصاحبه میکنیم، ولی خب حالا اگه شما هم سلمونی داری و فعلا سرت خلوته، میخوای سر یه سلمونی دیگر بتراشی، چشم، کجا بیان، کیم بیان. گفت تلگرام. گفتم والا من تلگرام خیلی بلد نیستم، لطف کرد زحمت کشید از طریق فیسبوک یادمون داد. گفت آقا این وقتی دنبال یکی میگردی باید این کلمه یا علامت، اصلا اسمش هست @sign، یعنی علامت @ @t رو اینجوری اش رو اینجوری کردن، دوم تی رو چرخوندن آوردن باز به تهش بس کردن شده @sign. گفت اونو میزنی و مینویسی و اینا. گفتیم باشه. من دوستان باید یه ویدیوی درست کنم، همونجوری که یه ویدیو دارم که به مردم میگه که چرا باید برای برنامه ها پول بدید، یه ویدیوی درست کنم توضیح بده طرز کار تلویزیون مردم رو. ما برخلاف اونهایی که به دروغ میان میگن آقا ما از شما چرا پول بگیریم، ما به شما میگیم ما از شما پول میگیریم اگه زورمون برسه، اگه نتونیم التماس میکنیم، خواهش میکنیم ازتون پول بگیریم تا نخواهیم به یکی دیگه سرمون رو کچ کنیم و از اونها پول بگیریم که بهمون میگن این کارو انجام بده، باید بگیم چشم، اون کارو انجام بده بگیم چشم. به این دلیل از شما پول میگیریم، افتخارم میکنیم. حالا
دوستی تماس گرفته که من در فلان سازمان بودم میخوام مصاحبه کنم. میگم عزیزم من با کسی مصاحبه ندارم، من خودم برنامه گذارم، مصاحبه ندارم، ولی شما اگه پناهجو هستی دنبال پناهندگی میگردی، اونجا ممکنه فایل کیستو قبول نکنن، چون من باور دارم هر کسی به هر دلیلی هر جای دنیا که میخواد باید زندگی کنه، کمک میکنم که پناهجویان پناهنده بشن. والا موقعی که بنده پناهجو بودم اگر یک کسی میگو آقا من 3000 دلار میگیرم باهات یه مصاحبه تلویزیونی میکنم که این مصاحبه رو شما ببری بگی آقا ببین من دیگه مصاحبه کردم الان دیگه نمیتونم ایران برگردم، ما اگر گشنگی هم میخوردیم یه ما میرفتیم میدادیم، حالا که دیگه 3000 دلار نیست، مبلغ 100 دلار و 200 دلار. نه شماها رو ماشاءالله ساعتاتون همه من نگاه که میکنم والا ما اینجا 20 ساعت هر وقت خب ساعت نگاه کنی یا رو این کامپیوتر یا رو اون کامپیوتر، ولی شماها شیک، موها آرایش اونجوری، ساعتا اینجوری، لباسا تیتیش مامانی، تلفونا و آیپد و نمیدونم وسایلتون اونجوری، ولی یه نفر اگه 50 دلار بده 100 دلار بده که این پایگاه این بلنگو برای دیگران باز باشه، شروع میکنید این آخوندان روزه امام حسین و 72 تن شهید و میخونید که من ندارم. ندارید برید با اون تلویزیونایی که بهتون میگن پول نمیگیریم مصاحبه کنید، بعدن ببینید که اونها چه بلایی سرتون میارن، لباستون هم از تنتون در میارن. ما همین اول کار به شما میگیم آقا اینو میخوای اینقدر برو ویدیو بساز برات پخش میکنیم. دوستانی که سازمان دارن، حزب دارن، فعالیت دارن، میتونید شما به عنوان ارگان بلنگوی سازمانتون تلویزیون داشته باشید، رادیو داشته باشید، فیسبوک داشته باشید، برنامه هاتون رو توی تلویزیون مردم پخش کنید. راجع به برنامه در تلویزیون مردم پخش کردن اجازه بدید از آقای چمن‌آرا تشکر کنم که پیگیر این مسئله شده، صحبتی که بین ایشون و آقای نصر احمدی و اینها هست و باز امروز یک ویدیو رو امروز صبح فرستادن که من براتون به اصطلاح برای ایشون آمادهش کردم، چون با رادیو مصاحبه کردن. وقتی با رادیو مصاحبه میکنی شما تصویر که نداری که، و رادیو هم حالا بعد خودتون گوش کنید، این دوستمون اینجا برنامه داشت قبلا از ترکیه و نمیدونم، در صورت هر کی هر کاری میکنه خوبه. خلاصه بعد از برنامه خودم ویدیوی آقای چمن‌آرا پخش میشه، این ویدیو روی فیسبوک هست، این ویدیو روی بالاترین هست، این ویدیو تا روز جمعه هم 3 بار مینیمم پخش میشه، بعضی وقتا ممکنه 6 بار پخش بشه، روزی 2 بار. و اما چی گفته آقای چمن‌آرا؟ آقای چمن‌آرا به آقای دکتر نصر احمدی و دوستانی که مثل من و آقای افشارها و رادیو نامانی و اینها بودن تو این جمع گفت و شنودها نوشتن، خطابشون به آقای دکتر نصر احمدی: آقای دکتر نصر احمدی، ساعتی پیش از یک مسافرت 1 هفته‌ای برگشتم. هفته پیش از طریق فیسبوک رادیو جوانان امروز برایم پیامی فرستاد و خواستند که با ایشان گفتگویی داشته باشم. نیم ساعت بعد از پیام با هم از طریق اسکایپ بدون تصویر صحبت کردیم که این مصاحبه چند بار تاکنون پخش شده و دیروز هم در یوتیوب گذاشته شده. آدرس یوتیوبش هم نوشتن آن را با آقای مانی میدهم، چون در انتهای برنامه نام ایشان را بردم. آفرین، این کار درستی آقای چمن‌آرا. ضمناً با آقای سوربی هم میدهم که اگر صلاح خودشان میدانند در تلویزیون مردم پخش کنند. ارادتمند سهراب چمن‌آرا. منم برای ایشون به شوخی نوشتم که در تلویزیون مردم به اصطلاح همیشه گفتیم و باز هم میگیم، مثل اون عکاسی که گفت هر که پولی داد عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن. و اینجا معلومه، میگید یه روز میخوام اینقدر پول میدید، 2 روز میخوام اینقدر، و اگه میخواین براتون پخش کنیم. ایشون هم قبول کرد و ممنون از ایشون، و پخش خواهیم کرد بعد از برنامه خود من. این هم از این دیگه، از این ساده تر من نمیتونم بگم چجوری. و اما چمن‌آرا برنامه ویدیو خط بزنم. امروز چهارشنبه است که دیروز ماردیگرا بوده، روزی که خانم ها توی خیابون توی جشن سینه هاشون رو نشون میدن، آقایون هم از اون بالا براشون گردن بندای پلاستیک و آب نبات میریزن. برعکس امروز
بهش میگن اش ونزده، چهارشنبه خاکستری یا خاکستر روز چهارشنبه. بذارید من براتون بیارم. اینایی که فیلمای ایران و سینه زدن و زنجیر زدن و گل به خودشون مالیدن رو میگن ببینید آقا اینا چه کار میکنن. آقا 2000 سال ببینید مسیحی ها چه کار میکنن. این الان من براتون عکساشو میارم نشون میدم. اش وینزدی آن توییتر. یه در بهتون بگم، من واشنگتن بودم، داشتم میرفتم پایین که برم مترو سوارشم. میدونید دیگه همه این مترو اینا معمولا جایی که زیر شهره پایین هستن، وقتی بیرون از شهر میان که خرج کمتری کرده باشن برای تونل و اینها. و دیدم هر کی از مترو میاد بیرون، اینجای پیشونیش یه چیز توسی مثل خاکستر واقعا مالیده شده. من گفتم این چیه؟ اینا از یه جایی رد میشن یه چیزی میخوره تو صورتش پیشونیشون و همه اینجورن. اون دوستمون که با من بود خندید، گفت نه آقا امروز اش ونزدی هست، اینا صبح زود رفتن کلیسا و در اون کلیسا و اینها این مراسم رو به جا آوردن و به اصطلاح و توی کلیسا هم اینجوری خاکستر میمالن به پیشونیشون. در صورت این هم از این هست، من بهتون نشون بدم. Lent in time, get in shape for God, better the count. خب همینجوری وقتی هم یه چیزی میزنی صد تا چیز دیگه میاد، ولی اون چیزی که شما میخوای معمولا نمیاد. یا میخواین اینجوری بهتون نشون بدم؟ بذارید ببینیم دوباره. Lent 2017 start today, here is everything you need to know about Ash Wednesday. توضیحاتش رو میگه اینجا هست، اگه میخواین براتون می‌نویسیم. همه اینا هم لابد یه دوره‌ای داره، یه روز چند روزی داره، یه چند ساعتی داره. و این رو من از روی تلگراف دارم براتون می‌خونم. نیوز بذارید اینجوری 4 به 3 هم بریم به طرف. بله می‌بینید که این خانم وایساده، این آقای کشیش داره روی پیشونیش خاکستر می‌ماله. اگه کسی درباره اش ونزده، اینجا نوشته When is Ash Wednesday؟ Wednesday 2017، توضیح داده که چه روزیه، بعد از کجا آمده و اینها هم توضیح میده. ولی ما ایرانی ها چون حوصله خوندن نداریم، من معمولا دوست دارم که ویدیو تماشا کنم، فکر میکنم بهتر یاد میگیرم. اگه نگاه کنید کلاس های درس هم خودش یه نوع ویدیوه، معلمه هنرپیشه اون ویدیو برای شما کتاب رو به صورت گویا میگه، بعد شما یاد میگیری، بعد هی ازش استفاده میکنی بیشتر و بیشتر. اینم اش ونزدی. و احترام به کاخ سفید، پرچم آمریکا، دفتر رئیس جمهوری. اون عکس رو بهتون نشون دادم، خود شما قضاوت کنید. و اما آقای انصاری دیروز از من خواستند که یه عکسی رو که خودشون هم روی بذارید آقای انصاری، آهان اول عکس رو باید بهتون نشون بدم. بله روی مردم تیوی یه عکسی بذارم. ایشون گفت که من داخل چیزام، میدونید الان بعد از سال نو همه دنبال ماجرای مالیات و اینها هستن، بدون فقط آقا ترامپ که کاری به مالیات نداره و هی به دروغ میگه. نشون میدم هیچ وقت هم فکر نمیکنم ما ببینیم تکس فرم یا ورقه های برگه های یا برگه های مالیاتی ایشون رو. در صورت آقای احمدعلی مسعود انصاری از من خواستن که این کارت رو که خانم فرح پهلوی به ایشون داده، ما روی تلویزیون مردم صفحه فیسبوک بذاریم. دوستان این کار رو شماها هم میتونید انجام بدید، با $10 اون چیزی رو که میخواین ما میذاریم اینجا. مثلا دیروز تا حالا 224 نفر آمدن این رو دیدن. این هم دیگه یه چیزی نیست که ما بخوایم دروغ بگیم، کلک بزنیم. اصلا $10 نه ارزش اینو داره که من بخوام بیام، والا من فکر نمی کنم من برای $1000 و $2000 هم دروغ بگم، حالا بیشتر ممکنه. بله نوشتن که فرح خانم در سال 1974 این کارت پستال را برای من چون ایشون نوشته بود، بعد رو صفحه ما داره میاد، من تو پرانتز نوشتم که شما بفهمید این رو کی گفته.
نوشته برای من احمد علی مسعود انصاری و خانم من از استرالیا فرستاد و نوشت به یاد احمد ما این مرغ‌ها را مسلمان کردیم و رفتیم. سلام از راه دور فرح پهلوی. به لطف خداوند دیشب این کارت را دیدم، فکر کردم درج آن برای دوستان میتواند جالب باشد. انشالله خداوند همه ما را به راه راست هدایت بفرماید. من با انگلیسی هم اسم ایشون رو اضافه کردم، احمد علی مسعود انصاری، که بدونید کجا هست و ببینید اگه میخواین. و ضمناً لینک برنامه ها و آرشیو هاش همین زیر هست. و اما این عکس چی میگه؟ این عکس میدونید که خیلی ها وقتی مسافرت میرن کارت پستال میفرستن. خانم فرح پهلوی با اون لیلیه نمیدونم ارجمندی بوده کی بوده رفته بودن استرالیا، این کارت رو دیده و گرفته برای فامیل دوستان فرستاده. خب مثل کارت پستال میدونید خیلی ساده است، یه کارتیه توی نامه توی پاکت احتیاج نیست بذارید و شما خیلی هم ارزون تر از پست معمولیه، روش یه چیزی مینویسید و پست میکنید که دیگه این روزایی کارا کسی نمیکنه. ولی چرا آقای احمدعلی مسعود انصاری این کارو کرده؟ اینجا ببینید، این اولا خط خانم فرح پهلویه که چقدرم بدخطه. میگن اونایی که بدخطن باهوشن. حالا ما هوش این خانم فرح پهلوی رو ندیدیم، اگه هوش داشت که خونه داشت، زندگی داشت، کاخ داشت، شوهر شاه داشت، زد اینجوری با این دوستای ناخلفش خراب کرد. حالا در به در، البته که میگیم بله اینا میلیون ها دلار هم پول داشت باشن باز در به در هستن دیگه. به یاد احمد ما این مرغ ها را مسلمان کردیم مرفتیم. سلام از دور فرح پهلوی. و این قسمت هم اون خانم لیلی برای خانم احمد علی مسعود انصاری به انگلیسی نوشته، ولی تاریخش رو دقت کنید دوستان، این پایین هست، 27 سپتامبر 1974، انگلیسیه، یعنی 4 سال تقریبا 5 سال قبل از انقلاب. حالا چرا این رو من نشون دادم، چرا این رو آقای احمد علی مسعود انصاری نشون دادم؟ من نشون دادم چون دوتا از دوستان روی این کامنت نوشتن و من برای اونها توضیح دادم که دلیل آقای احمد علی مسعود انصاری اینه که یه عده افراد نادان که عموماً هم شاه اللهی هستن، اینا هر از مدتی هی به من زنگ میزنن یا با خود ایشون یا تو برنامه های مختلف میگن آقا اصلا این آقا دروغ میگه، نه فامیل فرح پهلویه، نه با شاه بوده، نه با رضا پهلوی بوده، و اصلا یکم ولیشون کنی اینا وجوده احمد علی مسعود انصاری رو هم میخوان انکار کنم. ولی این پایین دوست خوبمون سم نوشته که بذارید من اینا رو باز کنم تا شما هم ببینید. بله، نوشته که come on bro، این برو یعنی برادر، come on this is a private joke between family member، what is the point of exposing family on privacy fund. This is very personal, not a public thing to show. Did she insult Islam or Mr. Ansari? نه عزیزم، تنها دلیلش این بوده که چون یه عده نادان هی میگن این نبوده و اینا، آقای انصاری گهگاهی میاد عکس‌ها رو نشون میده که خودشو رضا پهلوی، خودشو شاه، خودشو نمیدونم ملک حسین، خودشو دیگران اینور اونور بوده، تا بلکه به این کوردلان بگه اقلا کورچشم نباشید. بمانه این جواب دوستمون سم. ولی یه آقای به نام امیر نعمت الله نوشتن مستر سوربی مای پرابلم، اولا ما نمیدونستیم شما پرابلم داری، ایشون نوشته که مای پرابلم یعنی مشکل من. خب ما ایرانی چی شد کجا رفتی؟ این کامپیوتری که ما برنامه زنده پخش میکنیم 1000 تا آیکون روی صفحه دسکتاپش هست، اگه یه روز باهاش کار کنیم دیوونه میشیم، بهتر همین که دو روزی یه بار میایم و سر میزنیم. بله، آقای امیر نعمت الله نوشته مستر سوربی مای پرابلم ویت مستر انصاری ایز if you had problem with Pahlavi family why he kept working with them until the end even in exile. exile یعنی تبعید و دور بودن از
مملکت و اینا. میگه مشکل من با آقای احمد علی انصاری اینه که اگه شما مشکلی داشتید با خانواده پهلوی، چرا وایستادید تا آخر، حتی در خارج از کشورم با اینها بودید؟ دوست عزیز، اینقدر پیش قضاوت نکنید، اینقدر ناحق نگید. والا درسته حالا هممون میخوایم ادای متجددار در بیاریم، میگیم خدایی نیست، ولی وجدان که هست، شرافت که هست، و لازم نیست ما درباره همه چیز حرف بزنیم. یک لحظه سکوت صد خرمن گل است. بعضی وقتا سکوت کنیم بهتره. عزیز من، ایشون کی گفته من پرابلم دارم با پهلوی ها؟ پهلوی دجال این رضا پهلوی رفته دنبال این شکایت کرده. خب حالا اصلا بگذاریم، شما خواهره شوهر میکنه میره خونه داماد، این داماد یه حرومزاده هست که نگو و نپرس، خواهرتو میزنه، بچه هاشو اذیت میکنه، هر وقت مادرت میره اونجا میبینه زیر چشم خواهرت سیاه شد، هی بهش میگه چی شده؟ میگه سرم خورده به دیگ، سرم خورده به آشپزخونه، به این به اون. یه وقت دیگه به اینجاش میرسه. وقتی به اینجاش رسید، آمد گفت برادر عزیزم آقای امیر خان، من میخوام از این مردک طلاق بگیرم. تو بهش میگه اگه پرابلم داشتی چرا تا امروز نیومدی؟ توی آمریکایی یه مثالی هست، میگن این آخرین نی روی کمر شتر بود. شتر حیوان مقاومی هست، باربره. 40 روز میگن تو بیابون میره بدون اینکه آب و خوراک بخوره. البته آباشو جمع کرده خورده، سیستم بدنش اینجا. ولی میگه بعضی وقتا کمر این شتر به یک دونه نی میشکنه. هی میذاریم روش، هی میذاریم روش، هی میذاریم روش، یه دونه نی که میذاریم میشکنه. بازم خفه خون بگیره، ساکت بشه. خواهر شما بازم بره اون آقا بزنتش. شبا یواش زیر لحاف هق هق کنه، گریه کنه. که یه عده میگن چرا نمک خوردی، نمکدون شکستی. یه عده میگن اگه مشکلی داشتی چرا تا حالا موندی. آقا تا حالا مونده؟ گفته بلکه این آدم بشه. تا حالا امید داشته. تا اون زمان ایشون طرفدار پادشاهی بوده. همین کارایی که این خانواده سرش آوردن، خانم فرع پهلوی، شاه توی اتاق، این توی اتاق خودش با فاسقش با هم چی میگن اشبازی میکرده، این میره گزارش میده به مادرش، بعد میاد میگه من اختیار وسط پام رو ندارم، این کارا رو که کردن این منصرف شده. منصرف نشه بگه من مثل دیروز خرم، من مثل دیروز خنگم. آقا نکنی، ای کاش این فیسبوک رو من میتونستم قسمت کامنتش رو مثل یوتیوب تخته کنم. ما نباید حرف بزنیم. آقا آزادی این نیست که من بیام یه ویدیو درست کنم بذارم، بعد هر کسی هر چیزی دلش خواست بگه، هر چیزی دلش خواست بنویسه. حالا بازم صد رحمت به این دوستان، عکس دارن، اسم دارن، من میشناسمشون، باهاشون در تماس هستم. یه عده که پشت عکس حخاشاه و رضاشاه و اینها قایم شدن، یه مشت حیوانات وحشی، فقط میگن درود ورود، به سپاسگزارم فلان. خب ادامه میدیم. ایشون نوشته که انتیل فلان اینها he claimed he was always very religious. خیلی ها بودن تو دستگاه شاه ریلیجیس و مذهبی بودن. اتفاقا دوست عزیز، همین کارت دلیلی هست برای شما. آقا جوابت رو بالا، سال 1974 هم ایشون مذهبی بوده که خانم فرع پهلوی که میخواست اختیار وسط پاش داشته باشه مسخرش میکنه، میگه ما حتی شطور مرغای اینجا هم مسلمون کردیم. حالا من نمیدونم چجوری مسلمون کردیم، معمولا میگن میخ اسلام رو در بلاد کف میکارن میزنن، حالا چجوری خانم فرع پهلوی میخ اسلامش رو توی شطور مرغا زده، دیدیم تخممون پایین گذاشتن. آخه نکنید عزیز من. آقا امیر قربونت برم، داداش گرامی، نکن این کارو. اصلا بعضی وقتا انقدر عصبانی میشه آدم، میگه بابا این ما چه کار داریم میکنیم؟ من میام یه جایی رو باز میکنم که دو نفر بیان با هم دعوا کنن، تازه اولا میخوان با خود من دعوا کنن.
ببندیم آقا بریم دنبال کار زندگیمون. اینجا ماشاءالله همه دنبال پول، هر مهمونی میری طرف میگه آقا 6 تا رنتال پراپرتی دارم، 8 تا ماشین دارم، پوز میدن، چوسی میان افاده میدن. به ما میگن شما چی کار کردی؟ ما میگیم آقا امروز آمدیم جواب این دوستمون رو دادیم که تا دیروز دوستمون بود، حالا فردا فوشون میده. آقا مردکه این آقای حبیب خلج آمده، حبیب خر خلج چیه؟ آمده میگه که اینو بده به آقای افشارها. میگم آقا آقای افشارها 100 بار گفته من ایمیل و تلفن، اینم ایمیلش این تلفنش. میگه من وقت ندارم. وقت نداری برو به قبر پدره، به من چه؟ من نوکر بابات نیستم که برات نامه نگاری کنم. بعد مردکه پدرسگ بیناموز میگه حتما شما میترسید یا جیرخار جمهوری اسلامی هستید. میگم نه میترسم نه جیرخار جمهوری اسلامی هستم، ولی حالا که اسم جیره آوردید، اگر شما رابطه ای داری میتونی از اینا جیره ای برای من بگیرید، آقا من حاضرم. بیاین من ببینم کدوم آخوندی منو توی احمق رو استخدام میکنه که بیایم اینجا بشینیم این مزخرفات رو بگیم. اونم آخوند پدر سوخته ای که میاد تو تلویزیون خودشون میگه الحمدلله دشمنان ما آدمای احمقی هستن، تا چند سال گذشته هر مجلسی که در خارج بود از هر 3 نفر 2 نفر فکر میکردن چیز هستن، مأمور هستن، الان از هر 3 نفر 3 تاشون فکر میکنن مأموره. چطور؟ آقای امیر نعمت الله فکر میکنه من مأمورم، سربی احمق فکر میکنه امیر نعمت الله مأموره، حتما داره از این وری مینویسه که خبرهای خوب رو گیر بیاره بده به آخوندها پول بگیره. آقا کدوم خبر؟ من و شما چه گوهی خوردیم 38 سال گذشته که این خبر داغ رو بذاریم تو طبق بدیم و اونها هم آخوندی که جیبش تا پایین زانوش هست به من و تو پول بده؟ بریم ما با خجالت بکشیم، بریم خجالت بکشیم، بریم سرمون رو بکنیم زیر خاک بمیریم. یه دوستی برای من یه ویدیوی فرستاده، نمیدونم اطراف میدان مولوی با ماشین رفتن روی اینایی که کارتون خواب و اینها هست. آقا خانم کارتون خواب، کارتون خوابی تو مملکت، این دلیلش باید برای خجالت گردانندگان اون مملکت باشه. ولی یادتون باشه مردم اون مملکت هم توی این افتخارات یا توی این خجالت ها سهیم هستن. من از شما سوال میکنم شما کدوم شهر زندگی میکنید؟ برید روی گوگل بزنید معتادان توی اون شهر. نمیخوام بگم کارتون خوابا همه معتاد هستن، اگر کارتون خوابی هست که معتاد نیست، شما که تو اون محل هستید مسجد محلتون هم شما میگید دزدن، مسجد تو سرشون بخوره. 4 تا آدم درست حسابی جمع بشید کارتون خواب رو بهش بگید فعلا میتونی تو گاراژ من بخوابی، چوب ما هم افتاد. معلم بی چوب هم که دیگه فایده نداره، معلم همه جذبش به چوب بود، چون معلم های ما که شعور نداشتن که با مهر معلمی بچه رو نگه دارن. از در که میمد یک کاری میکرد، روز اول یه نفر رو میزد که تا آخر سال ما ازش بترسیم. تو حالا اب ندارم، ما چوب لازمه. چرا؟ طرف برای من ویدیو فرستاده، بعد بهش میگم که دوست عزیز شما نوشتید تا جایی هم که میتوانید این ویدیو رو پخش کنید. من از شما سوال میکنم، شما برای 50 فرست، منم برای 8800 فرستادم، چه اتفاقی میفته؟ آمریکایی‌ها میگن then what، بعدش چی میشه؟ ایشون برای من نوشته که بعدش امیدوارم مردم به خودشون بیان، از تنبلی و بیغیرتی 2-3 تا فوش و توهینم به مردم و یه کاری انجام بدن. گفتم شما فکر نمی کنید این کلمه مردم رو که میگید یک جمع از لحاظ دستور زبان فارسی و توی این جمع من و شما هم هستیم، چرا نمیگی با پخش کردن این فردا من و شما غیرتمون به جوش بیاد؟ شاید مثلا همین 200 دلاری که من دادم به این شخصی که داره میره ایران این بود که اگر یه نفر دیدی با کنار خیابون خوابیده، حالا زمستون بوده، جونش بدبخت بالاخره اینقدر قوی بوده نمرده، یه کفش برای این بخره. کفشم نمیخوام کفش نمیدونم گوچیه چیه ورنی فلان بخری، یه کفش نمیدونم والله کفش تو ایران چند، من دبیرمانستان بودم یه کفش خریدم 800 تومن، تا 2 ماه یواش راه میرفتم که این کفش خراب نشه.
800 تومن، حقوق هم نزدیک 4000 تومن. شاید اون فیلمه این تأثیر رو گذاشته، چون فیلم رو دیروز دیدن، دیروز از این دوست ما گفت میخوام برم ایران، گفتیم اینم بگی آقا خانم این 200 دلار رو اگر حتی خودش احتیاج داشته باشه، من امروز خوشحالم که انقدر داشتم که بتونم 200 دلار بدم به یه دوستی که احتیاج داره. از این کارا انجام بدیم بیشتر، نه بشینیم جلو این آقا و اگر تا دیروز اشکال داشت چرا نیومد، و اگر نمک را خورد چرا نمکدان را شکست. آقا ایشون 15 سال من میشناسمش، یک کلمه دروغ من از این نشنیدم. آقای رضا پهلوی رو 30 سال 32 سال چقدر میشناسم، همش دروغ میگه. میخواین بهتون بگم کجا دروغ میگه؟ برید بزنید سربی رضا پهلوی، بزنید و بکشید، نه ها، بذارید بهتون نشون بده. اینجا توی قسمت گوگل بنویسید سربی SORBI فاصله رضا پهلوی، کاش نشدم رضا پهلوی که بیشتر بهش میاد. بله، بعد ببینید اینجا چی نوشته. یک لحظه آها، یه چند تا فیلم میاد، ویدیو میاد، مصاحبه میاد، اینا رو هر وقت بیکار بودی آقا امیر، به جای اینکه به دیگران توهین کنی که اینا دیگه نیان چیزی بگن از بدیهای افرادی که دستی در کار دارن اینها، بشین این فیلم ها رو نگاه کن. اینجا ببین این بالای بالا سال 2006 من توی جلسه نشنال پرس کلاب از این آقای رضا پهلوی میگم آقای رضا پهلوی من 20 سال پیشم از شما پرسیدم شما شاه هستی یا نیستی، جواب بده. دهنش خشک میشه، جواب نمیده، میگه من اگر بودم در کوچه های شهر فلان. گفتم آقا خفه شو، جواب بده مردک، هستی شاه یا نیستی؟ خب تو این برنامه دومی آقای شهرام همایون یه برنامه گذاشته بود، گفت هر کی میخواد سوال کن. ما سوال کردیم، آقای شهرام همایون هم نمیدونم چطور شده بود رضا پهلوی پول بهش نداده بود، چطور شده بود، بالاخره سوال ما رو پخش کرد. آقا رضا پهلوی دوباره همون مزخرفات رو گفت، آقای سربی میداند، من نمیدانم شما شاه هستی یا نیستی. در هر صورت یه برنامه دیگه هست که من مصاحبه آقای رضا پهلوی رو چند دقیقه گذاشتم با سال 2001 یا 2002 با آقای احمد رضا باحالو. احمد رضا باحالو هم همشهری ماست، حداقل هم استانی ماست. باحالو بله، میگه که من همین الان یک خبرهایی دارم که از این آنتن نمیتونم پخش کنم، از آنتن وایس آف امریکا آقا نمیتونسته پخش کنه، و به زودی توی 2-3 ماه آینده خبرهایی میفته. الان آقای احمد رضا باحالو ماشاءالله موهاش هم رنگ میکنه، از منم جوانتر، تو تلویزیون اندیشه برنامه داره، یکیتون زنگ بزنید بگید آقا شما که ژورنالیست هستی آقای باحالو برو یقه این مردک رو بگیر و بهش بگو که تنبل احمق، تو که گفتی 3 ماه دیگه یه اتفاقی میفته، چه اتفاقی افتاد، چرا دروغ گفتی به مردم؟ بابا کارمون خیلی خرابه دوست عزیز، کارمون خیلی خرابه. در صورت ممنونم که بازم میاین، شما مگه بنویسین ما اینجوری بهتون نق میزنیم، اگر ننویسینم که میگیم آقا غیرت ندارین، کامنت نمینویسین و الی آخر. چقدر خوب شد، میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه دوستی دارم مینا خانم اسمشه، خیلی خانم نازنینی هست، و برای من نوشته بود که آقای سربی دوستان نگاه کنید این ایمیل ساعتش و اینا رو من بهتون نشون میدم، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم 2:39 یعنی 4 نشته، خودش نشته 3 دقیقه قبل این ایمیل آمده. حالا این رو من برای خانم مینا هم میفرستم، ولی ببینید یوتیوب برای من چی نوشته، چون ایشون سوال کرده که آقا چی شد تا من یک کامنتی نوشتم روی یوتیوب قبول نمیکنه دیگه کامنت و اینها. گفتم والا یوتیوب یه چند هفته است ریخته به هم، اگه یادتون باشه حتی ماجرای اون قرآن برنامه آقای دکتر افشارها، حتی ماجرای اون سرود ای ایران برنامه آقای عزیزی، حتی چند تا ویدیو مال خود من. و اینجا شما دوستان نگاه کنید، من یه مصاحبه کردم با آقای انویدی از سوئد،
یکم آگست 2014. اینا امروز برداشتن برای ما نوشتن که این ویدیوی شما دیگر پول نمی سازن. حالا در جواب آقای خسرو بهرامی که میگفت من نمیدونم شما از یوتیوب چقدر پول میگیرین، منم گذاشتم این سر کار، گفتم ما این 9000 دلار. آخه یکی به این یوتیوب بی پدر بگه اون روستالا چه پولی ما ساختیم از این یوتیوب که دیگر این پول نمی سازن. میخوام که نسازن. ولی دوست عزیز ماجرا اینه، من حالا اینو برای این دوستمون خانم مینا به اصطلاح ارسال میکنم که ایشون بدونه این به اصطلاح ماجرای یوتیوب و اینها یه سری افراد جوان آمدن این کارها رو کردن، اون موقع هم جوان بودن، در فکر این بودن که دنیا رو بیشتر به هم وصل کنن. سوشال نتورکینگ، سوشال یعنی اجتماع، نتورک هم همین چی میگن با هم در تماس بودن و اینا رو میگن نتورکینگ. بمانم بعد هی پولدار شدن، هی دولت بهشون پول داد، برنامه ها رو خرید. الان اینها نوکر دولت هست. دولت نوکر کیه؟ والا اگر پیرو فلسفه دسیسه باشیم، اون 300 نفر اون خانواده نمیدونم ریچ فایل چی اسمشون رافچایلد یه چیزی اینا هست، یعنی تو دور زمان بدی زندگی میکنی. من هیچ وقت یادم نمیاد چرا پدرم گفت که یاد اون وقتا به خیر مثلا پدر ما چقدر راحت زندگی میکرد، ماشین نبود مثلا. حالا ما هم میگیم یاد اون وقتا به خیر این اینترنت و فیسبوک و این کوفت و زهر مارا نبود، ما راحت تر زندگی میکرد. در صورت من با وجودی که خودم این کارو نکردم، ولی خوشحالم که الان یوتیوب نمیذاره دوستان کامنت بذارن. چرا؟ چون اگر کامنتم میذاشتن قبلا دیده نمیشد توسط دیگران، مگر اینکه من بخونم، اگر طرف آدم باشه انتقاد کرده باشه بذاریم، اگر فوش خوار مادر داده باشه و دیوانه باشه پاکش کنیم. آقا اون فوش میده من میشنوم دیگه، چرا بیام ضبط کنم برای شما پخش کنم، بعدم چرا من بهش میدون بدم؟ حالا خوب شد دیگه، راحت، کامنتی نیست. شما که ایمیل منو داری، شماره تلفن، فیسبوک، اسکایپ، تماس بگیرید، پیام بذارید، نظرتون رو بگید. منم میدونم شما یک خانم، یک بانوی ایرانی، یک آدم فرهیخته، یک آدم انسان دوست، یک آدم حیوان دوست، به من میگه آقای سوربی چجوری جرأت کردی تو تلویزیون بگی من کله پاچه خوردم؟ چرا کله پاچه این حیوان زیبا رو خوردی؟ گفتم به خدا شرمنده، وقتی هم میگی راست میگی، آدم این گوششو میبینه، چشمشو میبینه و اینا، ولی نمیدونم عادت کردیم و باید این عادت رو ترک کنیم. صحبت از حیوان شد، امروز دوستمون آقای اسمیشون رو من هی قاطی میکنم، محمد حسینی، حسین محمدی، بذارید ببینم، بله حسین محمدی، معرف حضورتون هستن. ایشون از ایران یه ویدیوی رو برای من فرستاده، من دو بار سه بار به فارسی به انگلیسی بهتون میگم، وارنینگ، اختوند آلمانیه، هشدار، اختار، توجه. این فیلم برای کسانی که دلشون ضعیفه و اینها خوب نیست. میدونید شما یه وقت من دوستانی داشتم که خیلی گردن کلفت و اینها، ولی وقتی بهش میگی مثلا با بریم سوزن بزنیم میگه من نمیتونم، یا بعضی ها اصلا خون که میبینن قش میکن. این دست خودشون هم نیست. اگر شما اینجوری هستید، وقتی من گفتم الان میخوام اینو نشون بدم برای سه دقیقه، این فیلم 2.5 دقیقه، ولی شما برای 3 دقیقه برید بچرخید، برید دستشویی، برید هر جا میخواین، بعد برگردید. این فیلم هم اگر اشتباه نکنم قبلا این سگ رو که داخل این هست ایشون نشون داده بود، یا اینکه حالا این مرضی هست که بیماری هست که سگها میگیرن. ولی نگاه کنید، من ممکنه باور کنید من 2 بار نگاه کردم، امروز صبح 2 بار اشک ریختم، و من وقتی این فیلم رو نشون میدم ممکنه نگهش دارم از شما به اصطلاح سوال کنم. اولا بریم پلیر 4. دوستان این برنامه که ما داریم اگر خواستید برای کار ضبط و اینها، این 1000 دلاره، ولی من میتونم بهتون تخفیف بدم با قیمت خیلی کم براتون بگیرم، چون من نماینده فروش اینها توی ویرجینیا هستم. گوشی رو داشته باشید دوستان،
اگه نمیخواین ببینید نبینید. حالا خیلی هم نیست، مثل سر بریدن آدم نیست، مثل آتش زدن آدم ها تو قفس نیست، مثل انداختن آدم ها توی حوض اسید نیست، ولی خب همینم یک شقاوت قلب میگفتن. نمیدونم بارد. ببینیم با. دوستان این سگ اول من فکر کردم مرده، ماشین بهش زده، اینقدر بی حرکت هست. حالا ببینید دوستان، متوجه شدید؟ تا حس کرد یه آدمی داره میاد به طرفش، شروع کرد دمش رو تکون دادن. سگها وقتی خوشحالن دمشون رو تکون میدن، به خاطر همین وقتی میخوام به یک کسی توهین کنیم میگه فلانی برای فلانی دم تکون میده. سگها وقتی میترسن دمشون رو لای پاشون نگه میدارن، به خاطر همین میگن فلانی دمش رو گذاشت لای پاش رفت. حالا من نمیدونم چرا بعضی وقتا میگن دمش رو گذاشت پشت کولش رفت، چون عقرب دمش رو میذاره پشت کولش یا پشت شونش، نمیدونم. ولی اینه، نگاه کنید این سگه تا متوجه میشه یه نفر داره میاد به طرفش دمش رو تکون داد. یه بار دیگه براتون میذارم دقت کنید، چون یه اشکال ما بیدقتی یا کم دقتیه. این که مثل یک مچونه ما میگیم چروکیده شده به هم، نگاه کنید تا احساس میکنه یک شخصی داره نزدیکش میشه، اینا حس میکنن، میفهمه که این یه شخص آدمه، انسان مهربانه، میخواد بهش کمک کنه، نمیخواد بهش لگد بزنه. ببینید دمش رو چیکار میکنه. نه چی مریضی گیری آوره؟ بعد مری یاد بار بعد تو بعد مری یاد بار بگنه الان اگه چی کنون تو بگیری الان ایده کفشن رو نو بیهدی بخونه نگاه بکن. من به نوبه خودم از این دوستان ممنونم. شما هم اگر دوست دارید با خود آقای حسین محمدی تماس بگیرید، اگر میتونید به این سگها کمک کنید. و نمیدونم چی بگم بابا، اجازه بدید ممنون به تشکر کنم از سم. میگه که چیل اوت، وقتی که عصبانی نیستی خیلی بهتری. چشم، تلاش میکنم.
آقای سبا تبار نوشته بعضی ها حرف ها را به نرخ نان میزنند، بعضی ها بازیگرهای خوب سیاسی هستند. دولت ایران یکی از نجات پرستان و آزاردهندگان افغانهای نازنین در ایران است، اما اصغرجان فرهادی میتواند مستند و واقعی ترین فیلم ها را در ایران بسازد، اما بازارش گرم نیست و نمیسازد و حرفی هم نمیزند. چرا؟ والا آقای سبا تبار من اصلا نمیفهمم منظور شما از این نوشته چی هست. یک، با وجود که شما شاعر هستید، دوم نمیفهمم این چه ربطی به برنامه امروز من داره. اگه خودت یه برنامه داشته باشی بیای صحبت کنی، یه کسی بدونی که برنامه تو نگاه کنه برداره کامنت اینجوری بنویسه، شما به اون چی میگید؟ لطف کنید به من بگید تا من به شما همونو بگم. آقای فرهادی امروز توی سایت های چیز نوشته بودن، گفته من گوه خوردم، غلط کردم برای این ملت، برای خودم فیلم ساختم. میگه آقا چی کار کنم، توی ایران زندگی میکنم، فیلمی بسازم که منو بندازن تو زندان؟ شماها خیلی زندانی ها رو آزاد کردید که حالا یه زندانی دیگه هم اضافه بشه. همین مینا خانم از من سوال کرده بود که شما درباره فیلم فروشنده صحبت نکردید. میگم بابا تو آمریکا فکر کنم روزی یه فیلم ساخته میشه، شایدم بیشتر. فیلمه، یه فیلمی یکی ساخته یکی پول داره برده. ببخشید دو تا صحنه عشقی هم دو تا تو بغل هم خوابیدن که بعد از 40 سال خانمه میاد میگه تو فیلم نمیدونم استار ترک وقتی این آقای هریسون فورد بود کی بود، وقتی ما اونجا بودیم ایشون زن داشت با منم رابطه داشت، اینم دختر 19 ساله بود. من هنرپیشه و کارگردان ایرانی همینجا توی واشنگتن به هم صحبت کرده، گفته که اون فیلمای ایرانی وقتی می ساختیم با وجودی که می گفتن مواظب باشید و اینها، ولی وقتی برنامه سکسی بود همه مشروب خورد بودن، سیگار کشید بودن، دود و دمی هم بود، دیگه کی به کی بود؟ رفت آن که رفت، رفت آنجا که رفت، اینجوری می شده. خانوما آقایون، فیلم خیلی جدی نگیرید. نه جدایی سیمین از فلان کار امیگریشن و کار آمدن ایرانی ها رو با آمریکا یواش کرد یا تند کرد، نه اون فیلم وجدان آدمای بی وجدان رو روشن کرد، باز کرد، نمیدونم چی کرد که اگه بابات آلزایمر داره بابا بشین پاش. اون زن فکر خودش بود، گفت خب بابات آلزایمر داره نمیفهمه، من بچه‌مو میخوام ببرم. اینم از این. حالا ما تلفن هم داریم. نه آقا بله، در هر صورت چه نظری من دارم؟ من نشستم تو آمریکا آقای اصغر فرهادی رو من تا چند والا یه چی براتون بگم. این آقای کیا رستمی، خدا بیامرزه، کیا رستمی بود چی بود؟ وقتی مرد ما گفتیم یه چند تا از این فیلماشو ببینیم، اینقدر همه کردنش قهرمان، خدا چیه؟ یه فیلم بود، یه آقای یه ماشینی از پایین یه تپه هی میرون میرفت بالا، هی میومد پایین، هی میرفت بالا، هی میرفت. 2 ساعت من و همسرم هی نگاه کردیم، هی نگاه به هم کردیم، خاموشش کنیم چی میخواد بشه؟ هی گفتیم حالا ببینیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. طرف میخواست خودکشی کنه، دنبال یکی میگشت خاکش کنه. آقا کسی خودکشی میکنه که دیگه نگران خاک کردنش نیست که. حتی فیلم های مزخرف. یه فیلم دیگه هم این بود که یه عده آدمی نشسته بودن تو سینما، صورت اینا رو نشون میداد، فیلم رو هم به ما نشون نمیداد، بعد تغییر حالت اینا رو به ما نشون میداد. یعنی شما فکرش بکنید چقدر احمقانه. برید توی سینمایی، برید از اون در جلویی نزدیک پرده سینما به اصطلاح، چون قدیما پرده آویزون می‌کردن، از اون صفحه وایسید، صفحه رو نبینید ولی صورت مردم ببینید. هی که مثلا فیلم عوض میشه اینا اینجوری بشن اینجوری بشن. 2 ساعت تمام این آقای کیارستمی ما رو میخکوب کرده بود برای این. حالا میدونم حتما بعضیاتون میگید خب این فیلم هنریه، سوربی هم که بی هنره، شعور هنری نداره، نمیفهمه. آقا شما که هنرداری بی برای من تعریف کن این چه مزخرفی بود. حالا آقای اصغر فرهادی هم یه داستانی افتاده دستش، وایساده یه فیلمی یه موضوع خانواده ها رو نشون داده که الان توی خانواده های ایرانی هم مثل همینجا. والا من دیروز برنامه جادجودی رو ویدیوشو ضبط میکنم بعد نگاه میکنم، یه مادری، البته اینا هم جادجوری حرف خوبی میزنه، میگه تو دادگاه شما اگه دستت کثیف باشه نمیتونی بیای بعد بگیم ادعای حق کنی. ما با شما که دست کثیفی، یعنی حالا اون دوستمون حسین میگه آقا دستش خونیه کثیف نیست، دستش آغشته است، آلوده هم نیست. اوکی.
یه مادری چون یه کمکی از دولت میگرفته، یادتونه چند مدت پیش گفتم طرف گفته که چیزا رو بکنیم به نام پدر و مادر ایرانیه که به زن آمریکاییش حقشو نده، زنم رفته گزارش کرده که آقا این مادرش حقوق میگیره، این اینجوری میگیره، اون پیرمرد و پیرزن بدبختم الان افتادن تو ماجرا، حالا خوبه باید چیزای اون آقا رو بفروشن بدن حقوقی که دولت داده. یه خانم آمریکایی، پیرزن آمریکایی، برای که یه پولی از سوشال میگیره، یه پولی از دیسابیلیتی میگیره، اداره معلولین میگیره و میخواسته به اینا کلک بزنه، آمده خونه ای رو که میخواسته بخره، خونه هم که چه عرض کنم، یه از این تریلر هاوس، خونه هایی که رو چرخ میکشن این ور اون ور که هر وقت هم طوفان میادی بدبخت ها از بین میرن، سیل میاد دو سه تاشون سیل میبره. اصلا وقتی هم نگاه میکنی این تریلر پارک ها و اینا، حالا درست چند تا آدم حسابی توشن، من دوست داشتم که رفته اونجا زندگی کرده، گفته اونجا 5 سال زندگی میکنم، پولی که سیو میکنم میرم میدم خونه میخرم، و این کارم کرد. چون گفت من که خونه نیستم، دمش دارم کار میکنم، چرا بیام مثلا مای 2000 دلار اجاره بدم، میرم مای 250 دلار اجاره میدم. آدم های خوبم توشونه، همه رو جمع نبندی. ولی این خانمه اومده یه تریلی خریده به نام کرده به نام دخترش 5000 دلار، یه تریلی دیگه مال خودش هم باز کرده به نام دخترش 4000 دلار، دختره رفته اون تریلی رو فروخته، پولشو خرج اتینا کرده، بعد حالا هم به مادره میگه از این تریلی بلند شو برو بیرون. قانونم میگه خانم این مال دخترته. میگه نه مال دخترم نیست، من بهش دادم. میگه قراردادتو بیار ببینم. اینجوری از کجا به اینجا رسیدیم نمیدونم. دوستی برای من نوشته خود شاه و فرع به حرم مشهد میرفتن، دربار هم امام جمعه داشت، شاه و فرع مذهبی بودن، ملا را شاه پرورانده است، مردم ایران را به بدبختی رسانده است. مرسی جانا، سخن از زبان ما میگویی، ما همیشه همینو میگیم، این ملاها فرزندان خلف خانم فرع پهلوی و آقای شاهنشاه هستن. چیزی که هست اون نادان طرفدار شاه اللهی، نه سلطنت طلب، نه طرفدار پادشاهی، اون شاه اللهی نادان میاد عکس خانم فرع پهلوی رو که لباس غربی و کلاه نمیدونم ملوک السلطنه گذاشته کلش نشون میده که آخونده وایستدن دستشو میبوسن. این برای کی ننگه؟ برای آخونده؟ آخوند که اصلا میگه آقا من ریشمو میکنم فلان جای خر، فردا با گلاب میشورم، حالا دست بدم به این، پولم بگیرم، سکه بگیرم، این برای آخونده عیبه؟ یا برای فرع پهلوی عیبه که در پاریس زندگی کرده، ایشون خیلی هنرمنده، کمونیسته، نمیدونم طرفدار فلانه، بعد میاد اونجا آخوندار ردیف میکنه، آخوندبازی میکنه، برای این ننگه؟ برای شاه ننگه که وقتی میخواد سوار هواپیما و یه جمبو جت نمیدونم بوینگ فلان بشه باید تو گوشش دعا بخونن، بازوبند نمیدونم چی چیه دعای فلانم مادرش بسته به دستش، قرآنم دور سرش بچرخونن، یا برای آخوندی که میاد میخونه شاه سلطنت، شاه اسلام پناه، و پولش میگیره میره. برمیگردیم به اون فیلم مارمولک. هی به من گفتن آقا دیدی فیلم مارمولک؟ گفتم بله. حالا شما چرا اینقدر هیجان زده شدی؟ آقا دیدی پدر آخونده رو در آورد؟ گفتم والله ندیدم. شما کجا دیدی؟ این که نشون میده هر آدم بد و دزدی هم میره لباس آخونده رو میدوزه میکنه برش خوب میشه، کمک میکنه به مردم. کجاش این به ضرر آخونده بود؟ ما نمیدونیم، ما احساساتی هست. امروز یه نفر برای من نوشته آقا شما که میگی من پول میگیرم ویدیو نشون میدم، من فیلم اصغر فرهادی فروشنده رو خریدم، ولی برای که به این ضرر بزنم میدم به شما، شما تو تلویزیون نشون بده. کدوم آقا دیوانه ای؟ من میگم فیلمی که روی یوتیوبه، فیلمی که مال خودته، ما بیشتر نشون مردم بدیم، نه فیلمی که طرف گذاشته تو آمازون میخواد بفروشه 10 دلار، 20 دلار، 25 دلار، تو از اون یه دونه خریدی به من میگی بیا تو دزدی من شرکت کن، سهیم باش، برو آقا این 25 دلار رو بده به عمت. نمیفهمیم بابا، ملت نفهمی هستیم. همین دوستی که دیروز برای من این ویدیو رو فرستاد که نگاه کنید چجوری رفتن معتادا و کارتون خوابا رو لورده کردن، بعدش یه ویدیویی برای من فرستاد که اگه بتونم اینو پیدا کنم، یه خواننده من نمیشناسم والله، خواننده ایران
صد بارم اسمشون رو بگن اینا نمیشناسن. دیدم دعوای سندلی با چاوشی، دعوای چاوشی با این، همش اینجوریه. و وقتی هم دعوا موان بیشتر نگاه میکنه. بمانه یه خواننده میاد دیکلمه میکنه خیلی قشنگ، میگه بابا ما ملتی هستیم که هر سال سیل میاد یه دونه سد نمیریم بسازیم، هر سال سیل میاد میگیم قسمت، هر سال سیل میاد میریم حج و فلان، دعا میکنیم که سال دیگه سیل نیاد. بعد توضیح میده، میگه بابا فرهنگ ما هی به رخ این اون نکشید، فرهنگ ما همینه، همین که امروز داریم. بذارید ببینم میتونم پیداش کنم، خدایا کی من میتونم یه نظم و ترتیب به این چیزا بدم. خب ماجرای آقای انصاری، فرع پهلوی، کارتی که از استرالیا ارسال شد، عکس را نشان بدم. آقای انصاری یه دفعه قدیما به من گفت که این ماجرای آقا رضا پهلوی که میگه من شهروندم شهروندم، برای که بهت بگم چقدر دروغ میگه، این اگه کسی توی خونش بهش نگه اعلی حضرت، اصلا بهش داد بیداد میکنه، ممکنه اخراجش کنه. بعد یه آقایی بود اون موقع زنده بود، الان دیگه فوت کرده، به خاطر اینکه فوت کرده من اسمشو نمیگم، یکی از دستیاران نزدیک رضا پهلوی بود. این آقا یه روزی آقای انصاری به رضا پهلوی داشته میگفته که بابا جون اینایی که میان تملق شما رو میگن اینا آدمای صادق و خوبی نیستن، اینا رو از دوربر خودت کم کن، بهشون بگو آقا من احتیاج به تملق ندارم، من آدمی هستم که احتیاج ندارم جلو اسمم بنویسید مهندس دکتر شازده، به من بگید رضا پهلوی، همجوری که میگی آر پی. میگی داشتیم اینو میگفتیم، این آقا در واز کرد برای این نوشابه و اینها آورد و گفت که دارم دوستان نقل قول میکنم، فحش از دهان تو طیب، فحش از دهن تو طیبات است، ان از مقعد تو نقل و نبات است. اگه اشتباه نکنم این شعره برمیگرده حتی به حافظ سعدی، ولی حالا اونا کجا گفتن برای کی گفتن بماند، ولی این آقا برای رضا پهلوی گفته. آقای انصاری میگه فوری دویدم به این آقا گفتم آقا برو بیرون که الان ما این صحبت کردیم لابد اولیش یقه تو رو میگیره. بعد دیدم نه این خیالش هم نبود، اصلا خوشش میاد که فوش از دهن ایشون طیبات برای اونها، ان ایشون از مقعدش هم نقل و نبات. یه همچین فرهنگی رو وقت روز هزار تا ایمیل هم میفرستن، فرهنگ پادشاهی شاهنشاهی ما، خاک بر سرتون، ارتش شاهنشاهی با بوق و ساز و فلان چهار تا عرب پاپتی آمدن داغونش کردن، طرف بلند شده اسکندر از یونان آمده اونجا، شما تو خونه خودتون نتونستید جلوش رو بگیرید. بابا خجالت بکشید، خفه خون بگیریم. حالا دوشنبه قراره آقای رستم جمشیدی، دکتر رستم جمشیدی اگه حالشون خوب باشه مهمان برنامه ما باشن، تا بیان صحبت کنیم بگیم آقا این چیه، این افتخارات دروغی رو هی به مردم میگیم. بعدم میگیم یادم مدت ها پیش حتی با آقای چمنارا گفتم، گفتم آقا نکنید این کارو، هی افتخار به چیزای دروغی نکنید، حتی اینا اگه حقیقی بودن امروز دیگه افتخاری نداره، اگر حقیقی بودن، حقیقی نبودن. آقا من بچه شیرازم، من تخت جمشید و چیه بگم چند بار رفتم، اوکی؟ بابا اگه شما میگید اینجا کاخ بوده، اینجا نمیدونم اینقدر هزار سرباز بوده، خب اون شهره کجاست؟ اون وسائلش، آبرسانیش، مگه شما نمیگی اینا از همون موقع آب داشتن؟ سیستم سور، سیستم سور، سیستم یعنی سیستم آبشی، آب، آب شوربه که میخوریم، آبشی، آبیه که وقتی کثیف شده این آب میره باهاش بیرون. خب اینا کجا؟ همینجوری چنین گفت نمیدونم فردوسی عجم زنده کردم بدین پارسی، میگم آقا فردوسی کجا این کارو کرده، بیان به ما نشون بده. بله خیلی ممنون. این دوستمونم از حزب اتحاد شوراهای استانی دارن با ما تماس میگیرن، ببینیم که چه میگوین. خب بریم ببینیم دوستان کجا هست. این ماجرای استاک مارکت شماها میفهمید چی به چیه؟ همه گفتن ترامپ که میاد استاک مارکت سقوط میکنه. الان یکی از افتخارات کذاییش دیشب این بود که ببینید استاک مارکت کجا رفته.
این استاک مارکت که الان میگه 20000 خورده، یه چند نوع هم داره، یکیش نمیدونم داو جونز، یکیش فلان، اینا این چیه؟ بله ما میدونیم شما یه شرکت درست میکنی، این شرکت روز اول مال خودته، بعدن که وضعیت خوب میشه پولدار میشی میگی خب من دیگه دارم به اندازه کافی، حالا میخوام سهامش رو بفروشم. ولی سهام که هی میره بالا نرخش، باید یه چیزی اضافه شده باشه. این چیه ماجرا؟ کسی میتونه بیاد برای من توضیح بده؟ اگه شما تونستید من رو شیر فهم کنید، منظورم خر فهمه، فکر میکنم مشکل اون حل بشه. هی الکی میره بالا، هی الکی میاد پایین. حالا براتون بگم که این استاک مارکت چه کارا میکنه، چه جنایت ها میکنه. دیدید دیگه اون مارتا استوارت، بابا تو زن این همه پول داری، رفته خبر داخلی گرفته که فلان شرکت میخواد ذلیل بشه، این رفته نمیدونم چیاشون رو فروخته بهشون قبل از ذلیل شدن، بعد که ذلیل شدن ازشون خریده ارزونتر به ما. یه احمقی راه افتاده، یه طرحی درست کرده که میخواسته، میدونید این آمریکا میگن ایست کوست یعنی طرف شرق، وست کوست طرف غرب، ما ایست کوست هستیم، از فلوریدا تا کانتیکت و مین و اینها ما طرف شرق آمریکا هست. این میخواسته بلندش بره توی فروشگاهی، حالا اسمش هم یادم نیست، مثلا یه فروشگاه تارگت، والمارت، از این فروشگاه های بزرگ، میخواسته بره هر شهری یه بمب بذاره، هی بیاد پایین تر، بیاد پایین تر، بیاد پایین تر، تو برسی فلوریدا. میگه وقتی میخواستم برسم به فلوریدا دیگه اون موقع قیمت استاک این حسابی اومده بود پایین و من هرچی پول دارم میدم استاک میخرم، حالا میشینم تا این بره بالا. یعنی ببین این هرس، این پول جلب کردن، اینا به کجا رسیده؟ طرف حاضره به طرف به اون ضرر بزنه، جان افراد رو اصلا نادیده بگیره برای اینکه پولی که داره میخواد یه دفعه چند برابر بشه. دوستان در رابطه با این فیلمی که نشون دادم، اگر میخواین با آقای حسین محمدی و سازمانشون که از حیوانات نگهداری میکنن، سرپرستی میکنن، حیواناتی که مورد ایذا و آزار مردم، انسانهای مثل من و شما قرار گرفتن، البته اونا ایرانی نیستن، اونا پدر سوختا، اصلا خونشون آریایی نیست، اونا یه چیز دیگه هست. هرچی میگیم بابا خود ما هم بچه بودیم سنگ میزدیم به این سنگ، گربه رو نمیدونم آزار اذیت میکردیم، فلان میکردیم، نه آقا، نه آقا، ما الان دیگه یاد گرفتیم بگیم درود، تمام مشکلات ما حل شد. اگه خواستید میتونیدم به تلویزیون مردم کمک کنید، ولی بگید این برای اونه، من برای اونها یه مقداری میفرستم. این وسط ما یه مقداری خرج و مخارج داریم. تو آمریکا اگه یه نفر $100 بده دست من، بگه اینو بده به سعید، من اگه $70 بدم به سعید ایون هستیم، یعنی بیری در رفتیم، چون $30 رو باید بدم به IRS، $70 هم دادم به این شده $100. تازه اون $100 که شما میدی، $5 آقای پیپل گرفته، میشه $95. ماجرای رضا شاه یادتونه؟ چقدر باید یه نفر قلدر و احمق باشه که وقتی یه سرباز بهش میگه آقا حقوق ما به همون کافی نیست، بیاد مثال بزنه، اون وقت شاه اللهیه چقدر از رضا خان احمق تر باشه، بگید ببین عجب هوشی داشته، یه گلوله برف میگیره میگه وایسید به صف، میده به اولی، میده به دومی، میده به سومی، میده به چهارمی، میگه حالا تو چقدر داری؟ میگه اینقدر. میگه دیدی چه جوری کم شد؟ خب یعنی آقا نادان، خودش دوز دهات مردم رو برداشت کرد به اسم خودش. میگه اینایی هم که برای من کار میکنن همه دزدن، تام خفش و حرف نزن. هیچ دلیل دیگه‌ای به غیر از این نیست. شمایی که طرفدار پادشاهی هستی، شمایی که شاه اللهی هستی، شمایی که سلطنت طلب هستی، بیا اینجا به من بگو تو کجای دنیا یه نفر میگه آقا این پولی که شما دادید اینجا $100 بوده، اینجا به من اینقدر رسیده، بعد اون طرف میاد اینجوری توجیهش میکنه. الان میخندید میگه خب سوربی خودت هم توجیهش کردی، گفتی این $100 داد شد $95، $95 شد $70، اون میره چی میکنه؟ این کجا و آن کجا؟ اگه اینو اون نمیفهمید، شما بهتره همون جزو افرادی باشید که خیلی خوش هستید و خیلی هم فکر میکنید میفهمید، من کاری به شما ندارم. خب و اما آقای علی زرابی، باز ببین والا به خدا من اینا ردیف نکردم، میگن اینا خودش ردیف میشه، شباهت چشمگیر وضعیت رژیم جمهوری اسلامی با سالهای
آخر رژیم شاه. اولا خود این تیتر که میاد یعنی الان دیگه شماها فکر میکنید که سالهای آخر رژیم جمهوری اسلامیه. خب امیدواریم شما درست بگید، هیچ کاری هم نکنید، به زودی هم این رژیم مثل رژیم شاه در به در و بدبخت میشه، شما هم برمیگردید ایران. اینه دیگه منظورتون نه؟ وضعیت ایران، زندگی مردم، شرایط سیاسی و اجتماعی رژیم جمهوری اسلامی شباهت چشمگیری با سالهای آخر رژیم پهلوی دارد. الف، رژیم شاه تمامی امکان مبارزه سیاسی را از مردم گرفت، با هر حرکت سیاسی با سوءزن برخورد میشد، حتی احزاب و نمایندگان طرفدار و وفادار به شاه و سلطنت امکان فعالیت و بسیج مردم را نداشتند. تمام تصمیمات بنیادی مملکتی را شاه میگرفت و مجلس، دولت و قوه قضاییه چرخ پنجم بودند. چرخ پنجم، میدونید که توی ماشین به زاپاس چرخ پنجم هم میگن، فیفت ویل. البته فیفت ویل تو کار کامیون اینا اون یه چیز دیگه از فرم. خب برداشت شما دوستان از این چیه؟ شباهت چشمگیر وضعیت رژیم جمهوری اسلامی با سالهای آخر رژیم، یعنی دیگه باشیم خودش برمیفته. اون معتاده گفتن آقا آب بینی تو بگیر اینجا زشته، گفت داداش خودش میشه میفته. اینم همینه دیگه، خودش خوش میشه میفته. به اون دوستمون میگم این فیلم ها رو پخش میکنی ما چی کار کنیم؟ میگی شما پخش کنید مردم با غیرت میشن. نه حرفی از خودشه که چی کار میخواد بکنه، نه برنامه ای، شما پخش کن اون با غیرت میشه. وقتی با غیرت شدن ممکنه من برگردم شغل قبلیمو داشته باشم و یه پولی بسازم. آهان، یه دوستی ایمیلی فرستاده بود، من قرار بود جواب بدم. ایمیل بعدی گفته بود من اینقدر درس خوندم و مطالعه کردم عوض نمیشم و اینها. منم گفتم درست میگه، ولمون کنید، agree on disagree و توافق کنیم که با هم توافق نداریم، دوستیمون بمانه. ایشون برای من نامه نوشتن، من باز از میخونم بهشونم جواب دادم، ولی گفتم تو برنامه هم میگم چون این عمومیت داره پیدا میکنه در موقع ترامپ و اینا. نوشتن سلام و مرسی از شما. سلام، منم نوشتم سلام به شما و خانواده گرامیتون. ایشون نوشتن همونطور که در ایمیل قبلی نوشتم، اجازه دهید که توافق کنیم که موافق نیستیم. منم نوشتم فکر بسیار خوبی است، من هم در برنامه دوشنبه همین پیشنهاد رو کردم. ایشون باز نوشته البته خوشبختانه من آنجا نبودم که رأی بدهم، نوشته های من هم برد زیادی ندارد که پایشان به آنجا برسد. من نوشتم من هم که بودم رأی ندادم، مردم باید رو یاد بگیرن اگر نماینده ای ندارن رأی ندهن، نه که بگن بین بد و بدتر به بد رأی میدیم. این اشتباه بود و اشتباه رو یاد ما دادن و ما هم اشتباه عمل کردیم. وقتی یاد گرفتیم، جورج کارلین خدا رحمتش کنه روان شاد گفت اگه شما نمایندت اونجا نیست رأی نده، بعدم حق اعتراض داری. هر کی هم گفت چرا اعتراض کنی، بگو برای که اینا نماینده من نیستن. بله، خوشحالم که آمریکا زندگی نمی‌کنم و برای انتخاب ترامپ بله ایشون نشتن من خوشحالم که در آمریکا زندگی نمی‌کنم که مرا برای انتخاب ترامپ مسئول بداند. من فکر کنم شما این مسئله انتخابات آمریکا رو خیلی جدی گرفتید، حتی انتخاب کانادا، انگلستان. چه انتخاباتی؟ چه مسئولی؟ چه کسی شما رو مسئول میدونه؟ تازه گیرم که شما مسئول شناخته شدید. آیا مسئول که هستید فقط جوابگو هستید یا یه جرمیه باید اون جرم رو مثلا متهم میشید، محکوم میشید؟ من نمیفهمم یعنی چی. چه مسئولیتی؟ ما اونی هم که رفته رأی داده امروز میگه آقا اشتباه کردم، خانم اومده بود تلویزیون، هندی هم هست، نویسنده هم هست، گفت من رفتم برای ترامپ رأی دادم برای که کلینتون اینجور اونجور، ولی امروز فهمیدم اشتباه. خب ایشون مسئوله، حالا چیکار میشون کنن؟ هیچ. من نوشتم جواب این را در برنامه میدم و جواب من اینه، چه مسئولیتی اصلا؟ کی به کیه؟ شما چرا اینقدر فکر میکنی که این انتخابات آمریکا و اینها جدیه؟ شما مقایسهش کنید با انتخابات ایران که اینقدر از ایراد میگیریم، میگیم اونجا نمیدونم چی دارن، انجمن چی سلام مسئولیت داره میکنه بیرون، خبرگان داره میکنه بیرون، مگه همینجا نیست؟ اولی که میان مگه چپ و راست اینا رو نمیندازن بیرون؟ تو پول کم داری، تو امضا کم داری، تو فامیل کم داری، یکی یکی میندازن بیرون، خودی ناخودی. ناخدا بیرون باشن، ناخودی ها بیرون باشن، خودی ها بیان تو، بین خودی ها حالا ببینیم کی بدتره اونو انتخاب کن. خب
من بعدیشون نوشته هرچی هست تمام شد و این شما هستید و شما. منم نوشتم آره والا ما هستیم تنهای تنها، درست مانند حبیب بیچاره که مرد تنهای شب رو خوند و وقتی هم بلند شد رفت ایران اونجوری جوان بود برای مردن. بله بعدیشون نوشته واقعیت من نه انرژی دارم نه وقت و حوصله. منم نوشتم باید قبول کنیم که کاری از ما ساخته نیست و انرژی خود را بهتر صرف کنیم، در این چیزای مسخره صرف نکنیم. به هر حال دوست داشتید ایمیل میفرستم، دوست نداشتید لطفاً به من ننوید، به من بنویسید تا ایمیل نفرستم. این یه اشکالی که اون دوستون علی شیرازی هم وقتی من شروع کردم ازش ایراد گرفتم، یکی دوتا ایمیل اولی که آقا شما درست میگی، من نباید ایمیل بدون سابجکت بفرستم، شما درست میگی، من نباید ایمیل رو برای همه بنویسم اسمشون توش باشه. بعدن دیگه گفت، دیگه نمیگفت شما درست میگی، بعد آقا اگه نمیخوای من نمیفرستم. من کی گفتم نمیخوام؟ من نخوام پاکش میکنم، بلدم دیگه دیلیت کنم بندازم. ولی شماها به خودتون نگاه کنید، از موقعی که مخصوصا ترامپ اومده ببینید رفتار من و شما هم خصمانه شده یا نه، رفتار من و شما هم دیکتاتور معابانه شده یا نه. حاضر نیستیم انتقاد هیچ کسی رو قبول کنیم. آقا این سم بهترین دوست منه، انتقاد کرده که آقا این یه کارت شخصی بین این و اون، به جایی که من براش قشنگ توضیح بدم میام نیم ساعت برنامه نق میزنم. اون آقای چیزم نعمت الله همین عصبی هستیم. چرا جو عصبیه؟ چرا آقای ترامپ عصبی کرده همه رو؟ بعد شما میگید اوباما بد بود، مارمولک بود. بابا اگه مارمولک بود، اگه سیگار میکشید، حشیش میکشید، هرچی میکشید، اقلن به قول خود شما برای خودش بود. زندگی ما اینجوری، اصلا شما ببینید این یک تپه پاک نیذاشته آقای ترامپ، همه عصبی، همه میخوان دعوا کنن فلان. برای حال شما شانس آوردی تو آمریکا نیستی، شکر خدا. ولی سوال اینه که شما که تو آمریکا نیستی چرا خودتون اذیت میکنی؟ ما که به قول شما تو اینجا هستیم، سرنوشتمون اینجاست، شما چرا خودتون اذیت میکنید؟ شما که میگید من انرژی ندارم، وقت ندارم، اعصاب ندارم، ماشاءالله بهترین رئیس جمهور، رئیس جمهور که ندارید، خود اون آقا تازه آفتاب بیار خانم کوینه، بهترین صدر اعظم دارید، این جوونه چیه؟ بوکسور، کاراته باز، لذت ببرید. نمیدونم. به هر حال بله من نوشتم من همیشه دوست داشتم و میدارم که دوستان ایمیل از دوستان ایمیل داشته باشم، در این باره هم بیشتر در برنامه توضیح میدم که دادم. باز هم ممنون از شما. من هم نوشتم من هم از شما ممنونم که با همه بد اخلاقی های من تا امروز من را تحمل کردی. شاد زی، آزاد زی، سر بلند. ممنون و متشکرم. ساعت 1:22 است. بعد از برنامه من دوستان ویدیوی جدیدی که آقای چمنارا فرستاده از مصاحبهشون با رادیوی جوانان امروز براتون پخش میکنم و وبسایت ایشون رو گذاشتم اونجا، قانون.org. فیسبوک ایشون رو هم گذاشتم، از طریق فیسبوک و از طریق ایمیلشون که روی چیز هست، روی قسمت تماس اینترنتشون هست، باهاشون تماس بگیرید. این هم از این ماجرا. باز برگردیم بریم سراغ تودی. آقای زرابی شباهت چشمگیر رو گفتیم، این نامه دوستمون رو خوندیم، پاسخمون رو هم دادیم. بله این عکس آقای رضا شاه و نوشته ای رو هم که دوستمون فرستادن نشون میدیم و با هم میخونیم. ببینید نوشته که نمیدونم ریز نوشتن، چون عکس این برای اون ریزه عکس بخوایم نشون بدیم اون اینجوری میشه. هنگامی که یک کشور خارجی فردی را در رأس کشور دیگری مستقر میکند، هنگامی که به دلیلی دیگر نمیتواند از آن فرد به نفع خود بهره برداری کند، او را با هزار کلک برکنار و به دور می اندازد. اعلی حضرت رضا شاه کبیر در شهر جوهانسبرگ در آفریقای جنوبی. والا من یه شوهر عمه‌ای داشتم
به نام آقای ابراهیم پروردین نژاد، خدا رحمتش کنه. اینا همونایی بودن که اون آسیاب شیخ شیراز رو داشتن. خیلی آدم زحمتکشی بود، تا آخر عمرش هم سخت کار کرد و هم هر وقتم میومد خونه باید چایی و به اصطلاح منقلش حاضر باشه. شنیدم آقای رضاخان قلدر هم همین منقل و وافور رو داشته و یکی از محاسن ایشون این بوده که وایساده وافور میکشیده. بسیار عالی، چه افتخاراتی که ما ایرانی ها ازش غافل هستیم. از امروز دوستان وافوری تمرین کنید وایساده وافور بکشید. خدایا ما همش باید به این چیزها افتخار کنیم. بیام حالا برگردیم، ایام عید داره میاد، بیام عیدم بهتون نشون بدیم، یه بار دیگه تبلیغ کنیم برای این دوستانی که ایام عید من و شما رو چند ساعتی شاد میکنند. کجا؟ در گرین هاوس. گرین هاوس کجاست؟ در وینا، ویرجینیا، در قلب وینا. این آقای مهران صدری اینجا هر آگهی میساخت میگفت که مثلا فروشگاه فلان در قلب وینا. یه روز من بهش گفتم آقا این اگر جغرافیم خوب باشه وینا بالاست، الکساندریا که کنار آبه. یادتونه تو ایران بعضیا به دستشویی میگفتن کنار آب، ما باید اونجا بگیم الکساندریا مثلا مقعد ویرجینیاست. این تا نیم ساعت میخندید، بعدم هر وقت منو میدید میگه خدا بگم چیکارت کنه که من تو رو میبینم یاد این قلب و ماجرای الکساندریا میفتم. دوستان عزیز، جشن باشکوه نوروز، بذارید اینجا من صفحه رو برای خودم باز کنم ببینم. بله، یک شنبه 19 مارچ، شهاب و آقای متین و گروه دنس لیف تو دنس، یعنی زندگی میکنیم تا برخصیم. بلیتاشون هست $65، شام و برنامه‌ای که دارن، و تا 10 مارچ که امروز اول مارچ هست، اگه این بلیتا رو بخرید $65، پارکینگ هم مجانی. اگر بعد از 10 بخرید $75. اگر بلیت VIP میخواین و اطلاعاتی میخواین کسب کنید با آقای آرمان شهبازی با شماره تلفن 571-335-1970، انگلیسیش هم میگم 571-335-1970 تماس بگیرید. اینجا نوشتن VIP تیکت، منم بهش بگم آقا تیکت های منو جز VIP ها بده. VIP یعنی Very Important People. حالا من بهش بگم آقا ما Very Important Persian هستیم، هممون VIP هستیم، ولی اگه هممون قرار شد ردیف اول باشیم که ما رو سر هم سوار بشیم. خداییش من بعض وقتا دوست دارم یکم دور باشم، سر صدا کمتر باشه، بعد یه جایی نباشه. مخصوصا بعض وقتا تو این برنامه‌های کمدی و اینها بند میکنن با آدم، اون کمدیانی که اون جلو هست چون شما هم جلو نشستی شروع میکنه گیر میده بهت، بهش میگن ایمپرووایز، یعنی فل بداهه میخواد جوک بسازه و اینها، از همه بهتر و نزدیکتر، شما که اون نزدیک بیشتر پول دادی یقتو میگیره. و بعضی وقتا هم بد نیست یه تیشرتی پرت کنن، یه فیلم، یک ویدیویی میدن و اینها، نصیب شما هم میشه. اخطار رو دادیم، هشدار رو دادیم، اون سگ در ایران رو گذاشتیم از آقای حسین محمدی، تشکر کردیم. اگر کسی مایل هست و وارد هست درباره استاک مارکت صحبت کنه خوشحال میشیم. ویدیوهای آقای دکتر ایران بومی رو نشون دادیم، باز هم ویدیوهای جدیدتری براتون پخش میکنیم. امیدوارم که ایشون یه برنامه رو در تلویزیون مردم بذاره، حالا یا به صورت زنده یا بیاد درباره یک تاپیکی صحبت کنه، مثلا طلاق در خانواده‌های ایرانی که با روش ایرانی ازدواج کردن، حالا در خارج میخوان طلاق بگیرن، اینا باید چه کار کنن، اینها صحبت کنه. حالا اگه برنامه زنده بود شما بتونید زنگ بزنید سوال کنید، اگه نه که به نظر من اینجوری بهتره، شما زنگ بزنید پیام بذارید. بعضی وقتا میبینید 5 نفر زنگ میزنن یه چیزی رو میگن، خب اینجوری ایشون یه چیزی رو میگه برای 5 نفر، برای 10 نفر. در صورت آقای دکتر شهرام ایران بومی، فقط بنویسید دکتر ایران بومی، چه توی فیسبوک، چه توی یوتیوب، چه توی اینترنت،
میاد پیدا میشه. اگرم میخواین لینکش رو مستقیما با من تماس بگیرید تا بهتون بگم اون رو یا بهتون لینک رو بدم. ممنونم از این همشهریمون که هر چی ما می‌نویسیم آقا تو رو خدا اینا رو اول خودت بخون بعدن برای ما بفرست. اصلا حتی نوشته خود من رو هم نمیخونه. بذارید ببینیم این دوستمون آقای باوند پیامی که گذاشته برای منه یا برای من و شماست. گوش بدیم یکم. درود بر شما، شامگاهتون نیک. گفته من امشب به تاریخ 11 اسفند 1395 خورشیدی در گروه اتحاد یک. موضوع در مورد دولت در ایشون بهش گفتم که شماها که حزب تشکیل دادید، ایشون میگه حتی تو ایران حزب تشکیل داده بودن. خب خوشحال میشم بیاد صحبت کنه چجوریه، چون آقای مشکین خط هم توی ایران حزب و اینها داشتن. مثلا ایشون قرار شد برای من مرامنامه رو بفرسته، گوه حالا شمالم میام ایتهرون میفرسم و گوه حالا اینترنتم ضعیفه. آقا خانم، آقا دوست عزیز، ببخشید شیرازی ها میگن اگر کسی میخواد گوهی بخوره قاشق گوه خوریش باید حاضر باشه. مسئله بهترش اینه، میگه اگر کسی میخواد، نه اونم بدتره دیگه، دوزی از گوه خوردن بدتره. میگه که اگر کسی میخواد مناری، ما شیرازی ها میگیم منار، مناری رو بدزده یا بدوزه، اول یک چاهی براش میکنه. دوستان وسیلتون رو آماده کنید. بله ایشون خوبه، الان آمده از وسیله تلگرام استفاده میکنه، میشینه پیام میذاره پخش میکنه. ولی اگه میخوای من تو تلویزیون مردم پخش کنم باید دقیقه‌ای پول بدی. اگه میخوای بذارمش رو فیسبوک برای 8000 نفر باید $10 برای هر پست بدی. بیمایه فطیر است. اگه آقای خمینی هم میخواست بشینه مردم براش مجانی کار کنن، مردم براش کار نمیکردن. پول داده، خرج کرده، پخش کرده، تونسته هم پول بگیره از این ور اون ور. آقای بنیصد خودش به من گفت اسم یک بازاری رو که بعدم خود همین خمینی اعدام کرده طرف رو، نمیدونم گفت چی؟ حالا اسم عوضی نگیم، مال یکی دیگه باشه، چون این روزا چند روز گذشته خیلی اسمای عوضی گفتم. مثلا به ویکیلیک گفتم ویکیپدیا، ویکیپدیا. ضمناً یادتون باشه خود ویکیپدیا هم خیلی نمیشه بهش اطمینان کنی، چون ویکیپدیا دائره المعارف بازه. یعنی مثل این میمونه که پدر بزرگ من یه کتاب، یک دفتر 1000 صفحه‌ای خریده باشه، بعد بیاد بگه بچه‌ها هر کدومتون تو مدرسه چیزی یاد گرفتین بیاین تو این بنویسید که بمونه تو فامیلمون. بعد من میام مثلا معلم گفته 2 دوتا میشه 4 تا، 4 4 تا میشه 16 تا، من بیام بگم معلممون گفته 2 4 تا میشه 4 تا، چون بازی گوش بودم. ولی بنویسم تو ویکی‌پدیا، بنویسم تو این دفتر بابا بزرگم. بعد شما بگیم بابا تو دفتر بابا بزرگت نوشته. آقا اونی که نوشته ببینید سرش به کجا بوده، دومش به کجا بوده. دائره المعارف خوب هست که میشه مستنده، همون هم عوض میشه بر اساس زمان و تحقیقات که میکنن. در صورت من یکی دو بار به جای ویکیلیک گفتم ویکیپدیا. ویکیپدیا همونیه که شما میرید مثلا راجع به کوه سهند و سبلان و نمیدونم فلان مینویسید، شما مینویسید ارتفاعش 8000 متره، من یه دفعه دلم میخواد بگم 12000 متره، میام مینویسم 12000 متره. حالا کی میره متر کنه، کی میره بفهمه 8000 تا درسته یا 4000 تا اصلیش یا مثلا 12000 تا. اینه که میخوام حالا اسم اون آقا رو نگم. ولی آقای بنیصد گو آقا اصلا، یا شایدم پول آخوندا گرفتن به این بنده خدا نگفتن، گفت پول نگرفتن از کارتر و دولت آمریکا و اینا، چون بنزه کافی بازاری های ایران به اینها پول میدادن. و خود ایشون مثال زد، گفت موقع واحد پول فرانسه فرانک بود و گفت مثلا تو یک جلسه 40000 فرانک یه نفر آورد. بعد گفت خمینی هم پولا رو که داد به اونا گذاشت اونور، بعد گفت به این بگید که ما این پول گرفتیم، شغل و مغلی بهت نمیدیم. بعد بیچاره رو گویا اعدام هم کرده بودن. اینم از این. در صورت دوستان میتونید، بله یوتیوب هست استفاده کنید، تلگرام هست استفاده کنید، فیسبوک هست استفاده کنید، مجانی هم هست. یه دوستی من گفت این برنامه رادیویی میخوام، گفتم 24 ساعت 7 روز هفته
انکودر و استیشن خودتو بهت میدم، با یه لپتاپ با یه کامپیوتر میتونی از هر جای دنیا پخش کنی. مثلا بهش گفتم مای 300 دلار روزی 10 دلار، یعنی ساعت نیم دلار هم کمتر. بعد گفت چه خوب. گفتم البته میتونی مجانی هم داشته باشی. گفت کجا؟ گفتم برو روی یو استریم، می استریم، او استریم، فیسبوک. گفت خب آقای سوری اگه اونجا مجانی هست چرا باید به شما مای 300 دلار بدم؟ گفتم آفرین، این چراش همینه. شما تو خونتون در یخچال باز میکنی، نون هست، پنیر هم هست، برمیداری میخوری. اولا بابت این نون پنیر رو یکی پول داده دیگه، یکی پول داده گذاشته اونجا. ولی نه، امرو حوصله نداری. من مغازه دارم، میای اینجا میگه آقا یه نون بربری بده، میذارم. میگی مثلا یه سیر پنیر بده، میذارم. میگی چند شد؟ میگم 3 دلار. شما نمیتونی به من بگی آقا اگر تو خونم یخچال نون و پنیر مجانی هست چرا به تو پول بدم؟ این سوال از خودت باید بکنی. آقا اینجا مجانیه، اینجا پول ازت میگیرن، یه جایی هست پولم بهت میدن، برو اونجا رو پیدا کن. من این سرویس رو بهتون میدم، تلویزیون 24 ساعته بهتون میدم، این مردم تیوی دات کام، ساعتی 1 دلار هم کمتر. چرا ساعت 1 دلار کمتر؟ روز 24 ساعته. 24 دلار رو ضرب در 30 روز کنید، اوریج یا میانگین ماها میشه 720. من ماهی 600 دلار از شما میگیرم، تلویزیون خودتون رو برای خودتون درست میکنم، به هر نامی که خواستی، بذار رضا قلدر، بذار رضا شاه سوم، بذار نمیدونم جنبش آزادی خواهان هنوز نیامده، بذار جنبش حقاپخرو، چی میگن؟ هر چی میخواد، اسمش هم مال خودتونه. سرور داریم بهتون میدیم 24 ساعته. فقط هم یادتونم میدیم که اینجوریه. حسنش هم اینه اگه یه وقت اشکال پیدا کردید به فارسی میتونیم راهنماییتون کنیم. دیگه از این بهتر من نمیدونم. ما آقا اون بقالیه هستی. به من نگو چرا من باید پول بدم. چیه؟ بهت بگم احمقی که توی یخچال خونت دونه پنیر بر نمیداری، مامانت پولشو داده، باباش پولشو داده. احمقی اومدی اینجا. اینه میخوای من بهت بگم؟ باشه اوکی آقا احمقی. ولی خودتون جواب خودتونو میدی، میگه آقا اونجا اگه نشستم نون پنیر خوردم خودم تنها هستم، ولی اینجا 50 نفر نشستن. میگم خب خودت داری میگی، من چه میدونم؟ میگم برو بذار رو فیسبوک. میگه فیسبوک من 40 تا دوست بیشتر ندارم. آقای موها رو ما اینجا سفید کردیم، فیسبوک آمده، یوتیوب آمده، نمیدونم اون آمده، اون آمده، از این ورم آقای خسرو بهرامی آمده. آقا فضول معرکه هستی؟ شما مأمور مالیات آمریکا هستی؟ مگه من به شما میام بگم این مرمری که میخری چند میخری، چند میفروشی، چند درآمد داری، چقدر زیر رو میکنی، چقدر تکس فرم درسته؟ خجالت بکشید آخه. ولی نمیفهمی، بیشترش از نفهمیمون میاد. خود من انقدر بیشعورم، انقدر سوالای میکنم از مردم که لابد اونام پشت سر من میگن عجب مردی که بیشعوره. میگه شما نمیدونید. چقدر نمیدونید؟ این دوستمون میدونه چقدر میدونه. این دوستمون میگه من انقدر میدونم که دیگه حاضر نیستم نظرمو راجع به ترامپ عوض کنم. ترامپ برای مردم جهان خوبه. ترامپ آمده، فلسفه‌اش با آقای اجلالی یکی. ترامپ آمده ذات پلید سیاست و آمریکا رو داره به مردم نشون میده. آه از ترامپ براتون بگم. یه حمله کرد به یمن. فکر کرد این حمله موفقیت‌آمیزه و میاد به مردم میگه دیدید آیسیس یمن و القاعده یمن رو کشتم کمتر از 30 روز. گند زد، تا گند زد گفت این برنامه از دوره اوباما بوده. اوباما فوری گفت آقا ما 1000 تا برنامه داشتیم ولی چون شعور و مغز داشتیم انجام ندادیم. اینا اونجا بوده، تو چون مغز نداشتی رفتی مثل یه تله موش اینجا باشه من نگاش کنم پامو نذارم، ولی تو پاتو بذاری بعد بگی این تله موش تو دوره اوباما بوده. خب اولاد پاتو نذار اونجا بمانه. یک جوانی کشته میشه به نام رایان اگه اشتباه نکنه. این آقای شارلاتان ترامپ فوری آمد گفت هر کسی این آپریشن یعنی این عملیات، این عملیات رو زیر سوال ببره به این خون جوان بی احترامی کرده. درست این آخونده هست که اگر به من بگی فلان به خدا پیغمبر بی احترامی کردی. اینا هم همین جوره. آدم های بد هستن که میرن خدا و پیر و پیغمبر رو میارن ازشون سوء استفاده میکنن، و الا آدم خوبه یا خدا داره یا نداره، دوتاش هم به من و تو مربوط نیست. اگه خدا داره خودش باهاش دیل میکنه، اگرم خدا نداره خودش با وجدان خودش دیل میکنه.
گفت اگر کسی زیر سوال ببره این عملیات رو، به خون این شهید صحرای یمن توهین کرده. بابای این شهید آمده میگه که هی این حرفا و مزخرفا رو برای عمت بزن، من میرم دنبال یک گروهی، اینجا بهش میگن ایندیپندنت یعنی مستقل، که بیاد این عملیات رو نگاه کنه و ببینه شما کجا میدونستید خطر داره ولی بچه منو فرستادید و کشته شد. حالا ترامپ و افرادی که بهتون نشون دادم، مثل اون خانم که دو زانو نشسته بود تو کاخ سفید، که چه احترامی به آفیس، اینجا بهش میگن اگزیکیتیو آفیس دیگه، یعنی دیگه از این بالاتر نیست، اینا رفتن دست به دامن زن این بدبخت شدن. یه بچه آدم جوون، زنم جوون، 30 روزه که این مرده، آوردنش، اینم حالا خوشحال اومده اونجا که 500 نفر 1000 نفر اینجا هستن، اونام براش تق 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 دست میزنه. من امیدوارم این بابای این مرده این ماجرا رو ول نکنه تا افرادی مثل ترامپ، مردک 3 تا گردن کلوف بغلته، این بچه هاتو بفرست بره. چرا بچه مردم رو میفرستی؟ هی هم میگه اون از اون بالا داره نگاه میکنه. هیچ وقت متوجه شدی افرادی که فامیلشون مرده هیچ کس نمیگن ما از اون پایین نگاه کنیم تو جهنم ببینیم بابامون چی میگه؟ همه میگن از اون بالا ببینیم داداشمون که مرده چی میگه. هی اینا دست میزدن، این خانم هم هی با شوهرش تو هوا تو آسمون صحبت میکرد. بدبخت فردا اگه بچه داشته باشی، بچه ها یتیمن، خودت هم میافتی تو دست اینا. اون اینا به سربازای مال ویتنام و سربازای کره و اینها که علیل شدن فلج شدن، خودشون اورنج نمیدونم ایجنت ریختن روشون، خدمت نکردن، بهشون سرویس ندادن، درست این آخوندا که به جانبازا، به خانواده شهدا. همین آقای کروبی میبینی؟ کروبی رهبر آزادی، این مرد که پدرسگ مسئول بنیاد شهید بوده، برید ببینید با خانواده شهدا چه کرده. توی بنیاد شهید زندان درست کرده بوده، اگه یه زنش که میمده شکایت میکرده که آقا ما پول نداریم فلان، مینداختنش زندان. حالا یکی از این کروبی بپرسه تو پدر سوخته وقتی که طلبه بودی چی داشتی، حالا چی داری؟ بی خود نبود مردم این احمدی نژاد دیوانه رو انتخاب کردن، برای که احمدی نژاد هم مثل این ترامپ حرفایی که میزد حرفاش درست بود ولی عمل نمیکرد. همه میدونن حرف درست، خب ما میدونیم چه باید کرد، عمل پشتش نیست. حرفای ترامپ هم اینجوریه. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم توی این دیگه زود پس. دارم دنبال ایمیلی میگردم که دوستمون دیروز فرستاد و ببینم اون ویدیویی که میگه فرهنگ ما همینه هست یا گمش کردم. احتمالاً هستش، صبر کنیم دوستان، ریلکس، راحت بیان ببرمتون به ایران، فرهنگ خوب ایرانی رو با همدیگه ببینیم و لذت ببریم. و هر کسی این شعر رو گفته با این اجرای خوبی که این آقا کرده، دستتون درد نکنه، شما این حقیقت رو گفتید. ممنون و متشکرم. برای همین دوستم هم نوشتم، خب دوست عزیز این چیزی که من سالها دارم میگم، بشنویم با هم. با سختی بت‌ها چه باید کرد؟ با این تشتت‌ها چه باید کرد؟ ایران تفاوت‌ها نمایان شد، با بی تفاوت ها چه باید کرد؟ با مردمی که سیل را هر سال برگردن قسمت می اندازد، دنیایشان را می دهند اما قبل از دوها یک سد نمی سازند. ما مردمانی عاشق دورو، ما قوم
مانده جدن که خدا از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ رو خوانده فخر ما آن فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکین است باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگ ما این است گردن نمیگیری این دادهای کهنه پاورجاست ما بیشتر دنبال توجیه این فرق ما با مردم دنیا جدا اگر ما فخر دنیایی از مردم دنیا چه باید گفت من میپذیرم سخت بدبینم تو جای من از ما چه باید گفت ما عاشقان حضرت کوروش ما قوم در تاریخ جا مانده جدا کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده تا فخر ما فرهنگ پیروز است انکار هر یک درد تسکین است باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگ ما این علیرضا عصار. کسی حرفی داره؟ دوست خوبمون آقای بابک دلنواز بدقول که یه سری قولها به من داده هیچ کدومش رو عمل نکرده نوشته نه آقای سربی. بذارید براتون بخونم ببینیم بابک چی نوشته. بابک دلنواز، شما چرا دل ما رو نوازش ندادید؟ میگن که جناب سوری از تمرین نمایش 7 دقیقه روی فیسبوک روشن دوست داشتی تو برنامه کنید دخبار یک برنامه گذارم چون خودم باید بر آقای پیروز محبی یک نمایشنامه رو میخوان روی یه نمایشنامه رو اجرا کنن و اگر کسی میخواد پروموتر باشه برنامه گذار هست و اینها میتونه تماس بگیره بیاد. ببینم شما روی صفحه من نوشتید آقای بابک دلنواز یا روی صفحه مردم تیوی. اینم یه مشکلیه وقتی ما از دو جا نشون میدیم، هم صفحه خودمون هم صفحه مردم تیوی روی چیز، نمیدونیم کجا به کجاست، نقل کجاست. زن پسرمه، ما که خودمون گیج دنیا آمدیم و هر آها پیداش کردم اینجاست. دوستان عزیز ببینید که زیر این میشه نوشت و بازم این جواب مینو خانم عزیز، مینا خانم عزیز، که چرا ما کامنت ها رو تا جایی که بتونیم دیسیبل میکنیم. ما اولا میدیدیم مثلا نمیدونم وایس اف امریکا، بی بی سی، اینا دیسیبل میکنن، گفتیم آقا یعنی چی اینها آزادی؟ ما میخوایم همه کس آزاد باشن. بعد دیدیم نه بابا نمیشه، بابا ملتی که 80 سالش ما خبر داریم، 57 سال دو تا شاه، 100 سال 38 سال هم اینا دیکتاتوری بوده، اینو نمیتونی شما آزاد کنی.
شما آزادش میکنی، همین امیرم که با سواد داره با ما انگلیسی مینویسه، همون دوستمون هم میاد میگه آقا چرا این تا امروز ول نکرد، حالا ول کرد، باید این خفه میشد. آقا خیلی ها خفه شدن، حالا بلش کنیم، سعید گفته نگین. چشم، چنان که وقت دارید و مایل هستی جناب سوری درباره جنگ کره توضیح بدهید، مایلم حقیقتش را بدانم. این حرفا چیه؟ مگر حقیقت بیرون میاد که من و شما بدونیم ماجرای کره چیه؟ کره شمالی و جنوبی و چین و اینها، اونم باید یه ویدیو براتون بذارم، اگر لطف کنید شما $10 $20 $30 $50 بدید منم یه تحقیقی کنم، یه فیلم مستند که احتمالاً فارسی هم باشه یا زیرنویس فارسی داشته باشه در این مورد پخش شد. ولی ببینیم که بابک دلنواز چی گفته. آقای سوربی، برای این مدرک وجود دارد که دولت کارتر $150 میلیون به خمینی چک داده بود، البته قذافی هم به قدزاده پول داده بود، خمینی پول کم نداشت. خدا پدرتو بیامرز. اولا این مدرک ها رو شما به من بگو از کجا دیدی؟ گیرم CIA یه مدرکی به شما نشون بده بگه ما $150 میلیون دادیم به خمینی، شما قبول میکنی؟ اگه CIA رو قبول داری وقتی که میگه ما ماجرای ایجکس و 28 مرداد رو هم ما با $1 میلیون رفتیم دادیم به شعبون بیمخون، اینها قبول میکنی؟ یا شما مثل آقا رضا پهلوی هستی میگی من بچه شاه هستم، اگه پولی هست جایی تو سوراخی دعایی چیزی به من بدید، ولی اگه کسی طلب کاره برو آقا، اصلا حالا شما معلوم برو معلوم کن که محمد رضا شاه پدر من بوده، این مامان من انقدر این ورانور پریده که خدا میدونه، با بیاری دی ان ای بگیری، تازه بعدم برو به من بگو کجا وایسادی. از اونجایی که وایسادی با هم صحبت میکنیم، بیا مهمون برنامه من باشو با هم صحبت میکنیم. بله، آقای سم عزیز دوباره نوشته هر فیلم سازی در حقیقت سرگرم، آها، هنر فیلم سازی در حقیقت هنر سرگرم کردن مردم است. یک رشته از فیلم سازی هم مستند هست، همون داکیومنتری که همه باید آیا همه باید داکیومنتری بسازن؟ من با شما کاملا موافقم، فیلم و هنر سرگرمی و احساس و لذت خوب بردنه، داکیومنتری تازه اونم بستگی داره کی درست کرده باشه، برای اینه که دانش شما زیاد بشه، بعضی وقتا هم گمراهتون میکنن. خب ممنونم از دوستان، من از دوستان میخوام اگر میخوان مهمون برنامه ما باشن اول یه مقداری خودشون رو با من بیشتر آشنا کنن. شما اگه میخوایم بری مهمونی درسته تو خیابون ممکنه یه نفر ببینی سریع میزن بشینی تو پارک با هم نهار بخوری، ولی اگه میخوای بری مهمونی میخوای ببینی اخلاقش چجوریه، خوراک که میخوره آروغ میزنه از اینجا تا اونجا، بوگند پیاز و چلوکبه حال دوباره دوست میگه آره اگه چلوکبه میزنه، یا اینکه آدم درست حسابیه و مؤدب و اینا. البته آقای افشارها به شعرم گفت، گفت نه آروغ نگه دارید نه باد پایین و نه باد بالا و نه عدسر. ببینید با کی میخواین مصاحبه کنید. مثلا شما میای میگی من میخوام مصاحبه کنم، میگم خب منی که اصلا خبر ندارم. شما نمیخوای مصاحبه کنی دوست عزیز، شما میخوای به مردم اطلاع بدی، اطلاع ویدیو تو پخش میکنی میگی آقا اینجوری، بعد به من میگی پخشش کن، من میگم نمیکنم، میگی چجوری پخشش کن، میگم $20 میگیرم، میگی چجوری بذاریم اونجا، میگم $10 میگیرم، شما میگی نه گرونه، میگم برو به سلامت. طرف رفت ماشین بخره یا خونه بخره، برگشت گفت خریدی؟ گفت نه همه چیز خوب بود، خوبم پیش میرفت، چایی آوردن اینها، سر دو کلمه معاملمون نشد. گفت ای بابا چی شد؟ گفت اون گفت پول، من گفتم نمیدم یا ندارم. حالا دوست عزیز اگر 150 میلیون اونا پول دادن به خمینی مدارکشم بوده، شما میتونی به من بگی این پولا چجوری رفت، چجوری خرج شد؟ میدونم شما میری تحقیق میکنی، اینو بیاید روب ساعت توی برنامه توضیح. آقا من تا اونجایی که میتونستم یک ساعت و نیم توسط یه دوستمون رفتیم پهلو آقای ابوالحسن بنی صدر که باهاشم مخالفم و ایشونم میدونه، بهشم گفتم وقتی هم با آقای حسیبی مصاحبه میکرد و اینها، ضمناً خیلی از دوستان از آقای افشارا تشکر کردن به خاطر اون چیزی که درباره حسیبی گفت. بمانه من از ایشون پرسیدم، گفتم آقا این که میگن ماجرا، خندید گفت اصلا صحت نداره. درباره اشعه و موی زنا و اینها هم پرسیدم،
آقای منیسر گفت که آقا من اینو نگفتم، یه جایی از من سوال شد، اینم ما گفتیم، بعدش هم 10 نفر آمدن گفتن آقا خود ما تو همون جلسه بودیم. میگم اون جلسه کی بود، چه روز بوده؟ از 38 سال پیش که انقلاب اومده هر کسی یک ببخشید باد نفس چی میگن باد گلو هم داده بیرون، ویدیوش هست. چه جوری آقای حسن بنی‌صدر، نمیخوام ازش دفاع کنم، جای دفاع نداره، چجوری یه همچین چیزی رو گفته یه دونه ویدیو یا صداش نیست؟ برای چی نیست؟ برای که طرف گفت آقا وقتی یه جایی میان یه چیزی رو میگن، بعد اون تو مغز من و شما نقش میبنده. این خود من فکر میکردم این خانم سارا پیلین که الان شده سفیر آمریکا در کانادا، راستی بزرگترین انتقامی که ما از شما کانادایی ها میتونستیم بگیریم این بود که این سارا پیلین بشه سفیر ما اونجا. این خانم براش درآورده بودن که گفته بوده من از منزلم آلاسکا رو میبینم، میخواسته درباره به اصطلاح اطلاعات دنیا صحبت کنه، گفته من اینقدر دانش دارم. این بدبخ اصلا هم چیزی نگفته بود. بله خره بی سواد این زنکم به خاطر لنگ و پاچش رفته شده گاورنر و نمیدونم فرماندار، بعدم اون عقب افتاده جان مکین فکر کرد حالا اگه اینو بیاره زنا میرن به این رأی میدن که خودش هم خراب شد. ولی سارا ما میگیم سارا دیگه، خانم سارا چیه پیله، این هیچ وقت هم چیز نگفته، ولی من حاضرم بهتون شرط ببندم که بعضیا قسم بخورن میگه آقا خودم شنیدم. براتونم بارها گفتم خود من یه شنبه برنامه داشتم، نه این یه شنبه 20 سال 16 سال پیش، اون موقع VHS رو میذاشتیم ضبط میکردیم، میذاشتم 4 ساعت ضبط کنه، میرفتم میمدم 2 ساعت بسچ برنامه ایرانی بود. همسر خود من به من گفت این چه حرفی بود امروز زدی؟ گفتم چی؟ گفت این. گفتم من نگفتم، گفت خودم شنیدم. وقتی زدیم دیدیم این بهبانی احمق یه چیزی گفته بود. آقای سیاوش چیه خبرنگاره بگید دیگه، این یه دفعه منو تو کباب بازار دید با بچهای وایس آف امریکا بودن، اون موقع آقای انوشیروان کنگرلو بود و چند جا دیگه اینا، به من گفت سهر جان من تو رو خیلی دوست دارم ولی یه گله ازت دارم، یه جا من راجع به تختی صحبت میکردم تو یه همچین چیزی گفتی. گفتم آقا من اصلا هم چیزی نگفتم، اینو اون بهبانی دیوانه گفته بود. و گفت نه آقا من مطمئنم. گفتم من حاضرم به شما شرط ببندم $1,000 به $10,000. آقای کنگرلو بهش گفت با این شرط نبند، این مغزش مثل کامپیوتر و اگر میگه اون گفته اون گفت، شما میگید ما هم نشون دادیم گفتیم. دوستان بابک دلنواز میگه مدرکش هست که صد، ولی بذار راجع به مدرک بهت بگم. یه چیزی هست به نام آی ریپورت سی ان ان، یه دوستی خیلی هم دوست صمیمی من است لیستی فرستاده بود، یه دفعه این لیست رو آقای حخا فرستاده بود که ببین آقا اینا چه دزدیای کردن. گفتم اولا شما مگه تا حالا شک داشتی که آخوندا دزدن؟ شک داشتید؟ احتیاج به مدرک داری؟ ولی حالا بگیریم این مدرک. گفتم چه خوب شد اینو فرستادی. اتفاقا 3 دقیقه پیش همینو یه نفر برای من فرستاده، ولی شما نگاه کن ببین ردیف سومش اسم کیه. همونو برداشتم فوری ردیف سومش اسم آقای اهورا پیروز خالقی رو نوشتم، فتح الله یزدی، نمیدونم 43 میلیون دلار توی هلند داره، 70 میلیون اینجا داره، توی ایندیا داره، فلان فرستادم. گفت عجب بی شرمای هستن، اینو کی درست کرده؟ گفتم فوش بیشتر از این نده، من درست کردم. آقا اینا هر ننه قمری 2 کلاس از کامپیوتر اطلاع داشته باشه، یا با نمیدونم فتوشاپ یا با ورد یا با اکسل یا با اسپریدشیت درست میکنه میفرسته. اینجوری هم نیست، شما اگه بخوای بیا جلو آقای بابک دلنواز، اولا عکسی که داری من نمیدونم عکس مال کیه، خیلی جوونی، اگه این جوونی هم هستی اب نداره، جوونام بیا جلو بگو آقا من این مدرک رو رفتم از کتابخونه مثلا کنگره آمریکا گرفتم. یا آقایی بود به نام مجید تفرشی، بله اونجوری کار باید بکنی. و الا این شما بشینی تو یوتیوب یه ننه قمری یه چیزی گذاشته باشه بگی این آقا خمینی یه حساب بانکی داشت، خمینی یک قرون از این دنیا با خودش برد، دیگه هر چی بتونید به خمینی بگید دروغگو بود، کلک زد، عقب افتاده بود، این برچسب دزدی به این مرد نمیخوره. پس پول برای چی میخواست؟
بعدم آمریکا اینقدر ساده است، از این ور نمیدونم کارتر، اونم کارتر، از این ور پول میده به این، بعد از این ور اینا میان میگیرن چی میگن دروگان میگیرن، بعدم اون از اون ور هواپیما میفرسته. اون نمیخونه آقا، نمیخونه. دوستان عزیز اجازه بدید بریم مصاحبه آقای چمنارا رو ببینیم. این بنده خدا چمنارا کتاب نوشته، تحقیق کرده، میگه آقا طبق داستانها سال سنوات تاریخ این آیه فلان موقع، این آیه فلان موقع، این آیه فلان موقع. بعدن که اینا ریختن به هم گفتن چجوری سر مردم شیره ببالیم، گفته اینو ببر اینجا، اینو بذار اینجا، اینو بذار اینجا، گیج بشه. حالا اون یکی میاد میگه آقا این مأمور جمهوری اسلامی، اون یکی میاد میگه نه این فلان بیساره. من یه روزی تو برنامه گفتم آقا یکیتون یه کاغذ بدید به ما، والا این جودا و کلمی های تو آلمان واسشون خوب بوده، اقلا یه مدرک بهشون میدادن بابا این جوده، بلنشون باره نمیدونم فلان کشور. ما یه لحظه حبیب خلج احمد میگه این مزدوره، یه لحظه اون یکی میگه آقا این برای رضا پهلوی کار میکنه. اصلا من خودم این دوتا رو دیدم با هم آبجو میخورم، و رضا پهلوی چون دید خیلی چی افتاده عقب، اینو آورد اینم معروفش کرد. آقا شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش. جمعه با شما خواهیم بود 12 ظهر با کانون آوا، یا به صورت برنامه های زنده یا ویدیوهایی که مصاحبات خودشون رو مصاحبه میکنن با همدیگه نشون میدن. ساعت 2 بعد از ظهر سربی با مردم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.